خب عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. امروز در این سی دی در خدمتتون هستم با مسئله خودکشی. سی دی نسبتاً طولانی است و چندین جلسه رو در بر میگیره. ولی خب دلیلم داره. خودکشی یکی از مهمترین مباحث روانپزشکی است. و در واقع وقتی شما نگاه میکنید در روانپزشکی معمولاً با ما با مسئله مرگ و میر، با مسئله مردن بیماران طرف نیستیم. تنها اورژانس یا در واقع موزل اصلی که باعث مردن بیماران روانپزشکی میشه مسئله خودکشیه. و در واقع وقتی نگاه میکنید مشکل کار که بعضی مواقع پرکتیس روانشناسی و روانپزشکی رو دشوار میکنه این ریسک و خطری هست که بیمار ما بر اثر خودکشی بمیره. وقتی نگاه میکنید میگن سالانه 750 هزار تا 1 میلیون نفر بر اثر خودکشی میمیرن. رقم بسیار زیادی است و در واقع 1.5% کل مرگ و میرها رو تشکیل میده. 1.5% افرادی که در دنیا به دلایل مختلف میمیرن مستقیما بر اثر اقدام به خودکشی بوده. تازه این اون رقمی است که مستقیما عامل مرگ خودکشی شناخته شده. درصد زیادی، شاید به همین اندازه یا حتی بیشتر از این، ما مرگ‌های خفیف و پنهان داریم. در نظر میخوام خودکشی‌های خفیف و مرگ‌های پنهان داریم. به چه معنی؟ افراد به دلیل بی‌مبالاتی، به دلیل عدم نگهداری صحیح از خودشون، امکان مردن خودشون رو افزایش میدن. رانندگی‌های بی‌مبالات، مصرف مواد مخدر، عدم رعایت رژیم غذایی، عدم فعالیت به موقع، عدم رسیدگی پزشکی به مشکلاتی که دارن، قلبش درد میکنه، مشکل گوارش داره، دکتر نمیره. چرا نمیره؟ چون حس میکنه دلیلی نداره. زودتر بمیرم راحت شم. یعنی بخوای نگاه کنی قسمت عمده از مردن بشر تقصیر خودشه و خودش به نوعی مرگ خودش رو یا پیش میندازه یا با یک اقدام صریح و قاطع که خودکشی 1.5% هست باعث مرگ خودش میشه. من این سی دی رو از چندین قسمت تشکیل دادم. یه خورده به نظریات کلاسیک میپردازیم، نظریات ارگانیک رو بحث میکنیم، دوباره برمیگردیم نظریات روانشناسی معاصر رو نگاه خواهیم کرد در مورد خودکشی و بعد از اون به مکانیزم هایی برای پیشگیری و درمان زمینه ساز های خودکشی اشاره خواهم کرد. فکر میکنم این سی دی نه تنها برای روانپزشکان دستیاران محترم روانپزشکی الزامی باشه، افرادی که هر گونه کار بالینی میکنن، روانشناس، مشاور، مددکار، به نظر من حتما باید با این کلیات خودکشی آشنا باشه. حتی آشنایی اون برای رشته های دیگه، پرستاران، پزشکان در رشته های دیگه هم به نظر من بسیار مهمه. خب پس این همه آدم خودشونو میکشن، ولی سوال سر اینه تو کله اینا، تو مغز اینا چی میگذره؟ چرا این کار رو میکنند؟ چرا 1.5% جامعه بالاخره به حیات خودشون مستقیما پایان میدن؟ هر جا شما بخوای راجع به خودکشی صحبت کنی، کتاب بخونی، مطلب ارائه بدی، متوجه میشی اسم امیل دورکین وجود داره و به قول دیوید لستر به نوعی کامپالسیو و اجبارگونه، مثل اینکه باید از او یاد کرد. یعنی واقعا به ندرت شما میتونی کتابی در زمینه خودکشی ببینی، مقاله‌ای ببینی، مستندی ببینی که اسم او امیل دورکیم یا به قول بعضی ها دورکایم در اون وجود نداشته باشه. امیل دورکیم جامعه شناس قرن 19 است و عده او رو در کنال ماکس وبر و کارل مارکس پدر جامعه شناسی مدرن میشناسند و معتقد هستند که این افراد بودند که علم جامعه شناسی رو به نوعی بنیانگذاری کردند. وقتی کتاب مشهور او لو سویسید که 1896، که البته بسته به اینکه چشگی ورژن چاپش رو محاسبه کنیم بعضی ها 1897 گفتن، نگاه میکنی و اون رو مطالعه میکنی متوجه میشی که آره، الحق یک ذهن دقیق و شفاف و علمی داشته. من این کتاب رو توی سیدیتون گذاشتم و اصرار دارم که اون رو بخونید. حدود 300 صفحه است. به جرات میتونم بگم تو 2 روز میتونید بخونیدش، چون خیلی هاش گرافه، جدوله و خیلی از مطالبش خیلی سبک هست، یعنی تون تون میتونید سطرها رو طی کنید، خیلی نیاز نداره که روش وایستید. به همین دلیل به نظر من دستیاران روانپزشکی، دانشجویان روانشناسی، مشاوره حتما این کتاب رو بخونن، نه صرفا برای خودکشی، بلکه ذهنیت بشر قرن 19 رو
برای مواجه شدن با پدیده‌ای که چند منظوره بوده، مولتی فاکتوریال بوده و علت واضح نداشته رو ببینند. شما در اینجا وقتی این کتاب رو میخونی واقعا به دورکیم درود میفرستی و متوجه میشی چگونه با ذهن شفاف و دقیق خودش تونسته در مورد پدیده‌ای مثل خودکشی که واقعا مولتی فاکتوریاله و علتهای مختلفی برای ایجاد اون وجود دارن، سعی کنه یک تفکر علمی و نقادانه ارائه بده و در واقع مقهور همزمانی های خودش نشه که در اون زمان مطالب خیلی سطحی، خیلی ساده انگارانه را در رابطه با خودکشی مطرح میکردن، بدون اینکه او توان انجام محاسبات آماری پیچیده داشته باشه. در اون زمان ریگرشن وجود نداشته، داستان آنووا، آنکووا، آنالیز واریانس نبوده، حتی تستای ساده تی تست و فیشر اگزکت و ضریب پیرسون هم نبوده. صرفا با یک سری میانگینگیری و نگاه کردن به فرکانس ها نظریاتی رو ارائه میده که به نظر میاد بسیار انقلابیه و بعد از گذشت 120 سال هنوز کتاب او رو بسیار خواندنی میکنه و نشون میده یک ذهن نقاد علمی چگونه میتونه به مسئله خیلی پیچیده اجتماعی اپروچ کنه و در واقع به نظر من متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از تحصیل کردگان و فرهیختگان، حالا مردم عامی به کنار، هنوز قدرت این گونه استدلال ندارند. یعنی شما در مردم عادی نگاه میکنید، یعنی خیلی سریع و سطحی نتیجه گیری میکنند در مورد پدیده‌های اجتماعی، در مورد مثلا خشونت، در مورد قتل، در مورد فقر، در مورد طلاق، در مورد اعتیاد، در مورد نمیدونم رفتارهای جنسی، خیلی ساده انگارانه نگاه میکنند. و خواهید دید در اون کتاب که او چگونه با تفکر دقیقش سعی میکنه این پدیده پیچیده رو به نوعی بهش توضیح بده. دورکیم قسمت زیادی از عمر خودش رو به مطالعه خودکشی میگذرونه و این در واقع مسترپیس یا کتاب اصلی اوست. متاسفانه در سال 1915 تک پسرش آندره در نبرد جنگ جهانی اول جان خودش رو از دست میده، در نبرد تسالونیکی، و دورکیم بعد از او به یک افسردگی خیلی عمیق فرو میره و بعد از مرگ آندره 1.5 سال بیشتر عمر نمیکنه. البته خودش رو نمیکشه، ولی به گونه‌ای میشه گفت متاسفانه در غم پسرش دغدغه میشه. با این حال اثر او جاودانه است و به نظر من به خوندن میارزه. من تو 2 روز این کتاب رو خوندم، برای شما هم گذاشتم و اصرار دارم حتما نثر انتهای قرن 19 رو بخونید. دورکیم سویساید. دورکایم هم گفتم میتونید تلفظش کنید. دورکیم در کتابش مقدار زیادی آمار ارائه میده و چیزی که آدم رو به شک میندازه، معذرت میخوام، به تعجب میندازه نه به شک، اینه که چقدر آمارهای دقیقی در انتهای قرن 19 وجود داشته. یعنی در اون زمان اروپایی ها چقدر در ثبت وقایع دقیق بودند. دورکیم از فرضیه های ساده شروع میکنه و به تدریج فرضیه های ساده محیطی، جغرافیایی و فیزیکی رو نفی و رد میکنه و به فرضیه های پیچیده تر اجتماعی میرسه و فرایند ذهن او در این بابت بسیار قشنگه. اگر فرصت خوندن کتابش رو ندارید، پس یک 20 دقیقه شاید هم نیم ساعت بشه، نمیدونم، به عرایض بنده گوش بدید. من خلاصه ای از این کتاب رو براتون گذاشتم. در ابتدای کار دورکیم این گراف رو میندازه و اون میزان خودکشی در 1 میلیون نفر جمعیت هست در قسمت‌های مختلف اروپا و با این بحث و جدل خودش رو شروع میکنه. پس این نکته رو بدونید که در زمان او خودکشی رو معمولاً در تعداد خودکشی در میلیون جمعیت قید میکردند. امروزه این عوض شده، در 100,000 قید میکنند. ولی اون زمان دورکیم اشاره میکنه، میگه وقتی شما عرضهای جغرافیایی رو نگاه میکنی، در عرض جغرافیایی 36 درجه تا 43 درجه تعداد خودکشی 21 در میلیونه. وقتی یه ذره به شمال میری، 43 تا 50 درجه شمال میشه 93 تا، و بعد که 50 تا 55 میری میشه 172 تا در میلیون، و بعد دوباره بعد از 55 درجه میشه 88 در میلیون. یعنی اگر نگاه کنی خودکشی به نظر میاد با عرض جغرافیایی میره بالا، به سمت اون کمربند میانی که پایتخت‌های عمده اروپایی رو داره میگیره به حد اکثر میرسه، و بعد که به سمت قطب شمال نزدیک میشی دوباره مقدارش کم میشه. این اون منطقه مدیترانه است. پس بحث خودش رو از اینجا شروع میکنه، میگه عرض جغرافیایی و خودکشی، و این سوال رو مطرح میکنه، آیا خودکشی توسط عرض جغرافیایی دیکته میشه؟
همزمانهای او میگفتن بله، چون یه تفکر ساده انگارانه داشتن، نمیتونستن میدییتورها رو نگاه کنن، مادریتورها رو نگاه کنن، عوامل مخدوش کننده رو استخراج کنن. خیلی ساده میگفتن عرض جغرافیایی، حالا ضریب تابش خورشید احتمالاً که باعث میشه افراد بیشتر خودشون رو بکشن. و اگه نگاه کنید توی کمربند 50 تا 55 درجه شمالی بیشترین مقدار خودکشی رو ما داریم. خب دورکیم میگه که خب چرا ممکنه این باشه؟ چه ربطی به عرض داره؟ و طبیعیست اونهایی که عرض جغرافیایی رو مطرح میکردن به تابش خورشید و مسئله دما اشاره میکردن. یکی از افرادی که خیلی به این قضیه اشاره میکنه مونتسکیوست که یک قرن قبل بوده، در قرن 18 این رو میگه. مونتسکیو که البته بخواین اسم کاملش رو بدونید اینه، شارل لوی دو سکوندا بارون دو لابرد ادو مونتسکیو. پس اگه خواستین اسمش رو به خاطر بسپارید مختارید، یا میتونید صرفا بگید مونتسکیو یا بگین شارل لوی دو سکوندا بارون دو لابرد ادو مونتسکیو. اشارش بر این بوده که خب خودکشی در زمستان بیشتره، چون ابره، چون بارندگیه، چون هوا ابریه، مردم اونق میشن، افسرده میشن، غمگین میشن، میرن خودشون رو میکشند. و در واقع نظریه جغرافیایی هم اینجوری توضیح داده میشد که آره این پایینا مردم خودشون رو نمیکشن چون آفتاب هست. روز آفتابی خیلی روز جذابیه، ولی هوای مه گرفته، هوای ابری، هوای بارونی وقتی 5-6 روز پشت سر هم باشه آدم افسرده میشه، اونق میشه و میخواد خودش رو بکشه. این توضیحات ساده‌ای بود که اون زمان میدادن و مونتسکیو هم این رو خیلی مطرح کرده بود. میگفت تو زمستان بیشتر مردم خودشونو میکشن به دلیل ابر و سرما و بارندگی، وقتی هوا آفتابی و اینا خودشونو نمیکشن، برای همین تو ارضای جغرافیای پایینم مردم این کار رو نمیکنند. خب نکته‌ای که در واقع دورکیم میگم، دورکیم تفکر عمیق داره و فکرهای ساده رو قبول نمیکنه. میگه خب بیا من سیر خودکشی رو نگاه کنم. باز میگم آدم تعجب میکنه که تو این سالها 1866، 1864، 1840، 1880 چقدر آمارهای دقیق خودکشی توی پایتخت‌های اروپایی بوده. این همون زمانی است که امیر کبیر جان خودش رو از دست داده. یعنی میبینید که چقدر اونا از نظر ثبت وقایع و فاکتورهای دموگرافیک دقت داشتن در همون زمان و 150 سال پیش آمارهای خیلی دقیقی داشتن که هنوز که هنوز متاسفانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه اونها رو ندارند. خب دورکیم متوجه شده بود که میزان خودکشی در ایتالیا در طی یه دوره 20 ساله 1866 در مقایسه با 1884 چقدر فرق کرده. مثلا در شمال او 33 در میلیون بوده، بعد شده 63، اینجا 25 بوده و بعد شده اینجا 88، اینجا 8 بوده و بعد شده 21 در میلیون. و صحبتی که میکنه میگه که خب توی اون مدت که دما عوض نشده، عرض جغرافیایی عوض نشده، پس به نظر میاد خیلی از این وقایع اونطوری که فکر میکنی ناشی از عرض جغرافیایی نیست، ناشی از عوامل پیچیده‌تر اجتماعی و شهرنشینیه و نظریه صریح عرض جغرافیایی رو رد میکنه. وقتی میاد به آمار دقیق‌تر در مورد فصل خودکشی نگاه میکنه، اینم یافته هاشه. آمار چندین کشور اروپایی، باز زمانها رو نگاه کنید، 1858، 1841، یعنی در اون زمان، زمانی که در واقع دوره محمدشاه در ایران میشه، آمار دقیق خودکشی در این کشورها وجود داشته. وقتی نگاه میکنه توزیع فصلی اونا رو نگاه میکنید، میبینید بیشترین مقدار خودکشی در تابستانه، برخلاف نظر مونتسکیو، یعنی در اوج گرما مردم خودشون رو میکشن، بعدش در بهاره، بعدش در پاییزه و بعدش در زمستانه. یعنی برخلاف اون نظریه ساده انگارانه که سردی هوا، ابر و بارندگی باعث مرگ مردم میشه، اتفاقا گرمی هوا و هوای دلنشین و آفتابیه که مردم توش خودشون رو میکشن. پس اولین تفکر علمی و نقادانه اینجا شکل میگیره. پس اون جور که عامیانه فکر میکنه هوا سرد، آدم بغض میکنه، غم میکنه، این چه وضعیه، از خونه نمیتونی بیای بیرون، همش داره بارون میاد، برم خودم بکشم، اونجوری نیست. برعکس تو هوای آفتابی وقتی زمین خیلی سرسبزه، پرنده ها دارن میخونن، محصول داره روی درخت هست، میوه های خیلی زیبا روی درخت میبینی، اون موقع میرن مردم خودشون رو میکشن. چرا؟ دورکیم ادامه میده، میاد نگاه میکنه به دمای هوا.
میگه که خب اگه تابستانه پس دماتون هوا بیشتر، دما بیشتره دیگه. میبینه هرچی دما میره بالا، باز اینم دوستان از من نپرسید، من نمیدونم چیه، ولی ببینید حتی میانگین دقیق دما رو تو اون زمان داشتن 150 سال پیش. این پایتخت‌ها حتی ثبت دقیق زمانشون رو هم میکردن، قسمت‌های مختلف اروپا، مثلا روم، ناپل، پاریس، آلمان. هرچقدر دما میره بالاتر، مقدار خودکشی هم میره بالاتر. ببینید این دماها البته به فارنهایته، 36 درجه فارنهایت تقریبا 0 درجه سانتیگراد میشه. شما نگاه میکنید 68 در هزار بوده. بعد که دما میره بالا و مثلا به 20 درجه 25 درجه میرسه که در ماه در واقع خرداد میشه، خودکشی به حد اکثر خودش میرسه، 170. توی ایتالیا هم همین جور بوده، از 69 در به 105 افزایش پیدا میکنه. پس هرچی زمین گرمتر میشه افراد خودشون رو بیشتر میکشن و بعد که سرد میشه دوباره کمتر خودشون رو میکشن. خب این چیزی نیست که دورکیم متوجه اون شده باشه. همزمان خیلی از جامعه شناس ها و روان شناس ها هم اون زمان این نظر رو متوجه شده بودند، از جمله چزار لومبروزو که اون سزاره می نویسن ولی چزاره می خونن، چزار لومبروزو که به نوعی لومبروزو رو پدر علم جرم شناسی می دونند. لومبروزو اگر با اسمش آشنایی داشته باشید، اولین کسی بود که در مورد چهره مجرمین پژوهش کرده بود و باور داشت افراد قاتل، افراد شرور، هم چهره شون هم در واقع چین و شکنجی که روی مغزشون وجود داره بعد از مرگشون بررسی کرده بود، با افراد عادی فرق داره، که البته میدونیم این صحت نداره، ولی لومبروزو اون زمان همچین کورلیشن ها، همچین همبستگی های رو به خیال خودش پیدا کرده بود. لومبروزو ایتالیایی راجب خیلی از وقایع و آسیب های اجتماعی نظر داده و اصلا داستان مجرم بلفتره رو خیلی مواقع اون مطرح میکنه و معتقد افرادی که جرم، قتل، تجاوز، سرقت انجام میدن در ساختار مغزشون اشکالاتی هست که تو آناتومی اینا قابل شناساییه و عکسای اینا رو هم نگاه کنی با آدمای عادی فرق داره، اینا شرورترن و اینا بیشتر آدم میکشن، اینا بیشتر سرقت میکنن. لومبروزو در مورد خودکشی اینو میگه، میگه موج گرمی هوا باعث افزایش فعالیت مغز میشه. به نوعی هوا که گرم شد مغز خیلی پرکار میشه و چون پرکار میشه انرژی زیادی داره و این انرژی زیادی مخرب میتونه باعث خودکشی بشه، همونطور باعث شرارت های دیگه. پس وقتی مغز رو خنکش میکنی شرارتش کم میشه، خودکشیش هم کم میشه. برای همینه با اومدن موج گرما شروع تابستون خودکشی ها بیشتر میشن و این نظریه مورد قبول بشر در قرن 19 هم در مورد مسئله خودکشی بود. حتی جالبه میگفتش که یه دستیاری داشت به نام مرسلی که او معتقد بود آره وقتی هوا گرمه شما غذایی که میخوری یه قسمت زیادش میمونه برات، چون تو سرما برای اینکه مجبوری بدنت رو گرم کنی، بدن مجبوره غذای زیادی رو بسوزونه که شما بدنت رو گرم نگه داری، ولی تو تابستون چون بدنت در واقع گرم هست خود به خود، قسمتی از غذا و انرژی و مواد مقوی و مغذی موجود در غذا اضافه میاد، پس این باعث میشه شما آمپرت بره بالا. آمپرت که میره بالا میل جنسی زیاد میشه، پرخاشگری زیاد میشه و خودکشی هم بیشتر میکنی. این نظریات اون زمان اینا بوده. خب اما نگاه کنیم دورکیم با تفکر نقادانش مجاب نمیشه و نظریه هوا بر خودکشی رو رد میکنه. میگه خیلی خب اگه شما میگی دمای هواست، میانگین دماها رو میاد نگاه میکنه، میبینه درسته، خب وسط بهار و اوایل پاییز هم دمای اندازه است دیگه، چون این داره میره بالا اون داره میاد پایین دیگه، و متوجه میشه نه خیر اینطور نیست و در واقع در فصل بهار با وجود اینی که در قسمتی از بهار با قسمتی از پاییز دمای میانگین تقریبا یکسانه چه در فرانسه و چه در ایتالیا، ولی خودکشی در بهار خیلی بیشتره. پس میبینید اولین رگه‌های از تفکر علمی در رفتارشناسی که اینجور نیست که هرچی دما گرمتر میشه شما بیشتر خودکشی میکنی. مثلا در ماه اول پاییز با ماه دوم بهار دمای میانگین یکیه، ولی تو ماه دوم بهار خودکشی ببینین 284 در مقابل 227 و اینم همینجور 297 در مقابل 196. پس دمای هوا مستقیما ربط نداره. دورکیم جلوتر میره میگه خب پس چه چیزی هست که تو تابستون بیشتره تو زمستون کمتره که باعث شده خودکشی بیشتر باشه؟
ببینید چقدر ذهن 120 سال پیش این آدم شفاف کار میکنه. دما نیست، دما رو رد میکنه. میگه نکنه طول شبانه روزه، یعنی عامل تعداد ساعاتی که خورشید داری. میاد حالا این رو بررسی میکنه. قبل از اون میاد به توزیع خودکشی در ساعات شبانه روز نگاه میکنه. بیشتر خودکشی ها کی اتفاق میفتن؟ اولا بیشتر خودکشی ها متوجه میشه تو صبحگاه و بعد از ظهر هست، و اتفاقا تو اون وسط ظهر، اصطلاحا صلات ظهر که دیگه خیلی گرمه، کمتر مردم خودشونو میکشن، یا تو صبح خودشونو میکشن یا تو بعد از ظهر که دما داره میاد پایین. پس چه چیزی هست که تو تابستون بیشتره، تو صبح بیشتره، تو بعد از ظهر بیشتره، وسط ظهر کمتره، که باعث این خودکشی ها میشه؟ این توزیع خودکشی در طی ساعات شبانه روز است. بازم دوستان عزیز، منم تعجب میکنم از شما. 1871، 150 سال پیش حتی ساعات توزیع خودکشی توی پایتخت‌های اروپایی قید میشده. نه کامپیوتر بوده، نه وسایل الکترونیک بوده، باز یه عده تو دفتر دقیق مینوشتن و این رفته بوده اونا رو استخراج کرده بوده. میبینید بعضی موقع ها آدم میفهمه چرا صنعت جلوتر بوده دیگه، دقت اونا 150 سال پیش. خب کار بعدی که میکنه، میاد طول شبانه روز رو در ماهای مختلف نگاه میکنه و جالبه متوجه میشه هرچی طی ساعات روز بیشتره خودکشی هم بیشتره، و در واقع مسئله دمای هوا نیست، طول ساعات روزه. و جالبه حتی افزایش ماه به ماه طول ساعات روز مشابه افزایش ماه به ماه میزان خودکشیه. یعنی اگر مثلا از ژانویه تا اپریل 55% به ساعات روز اضافه میشه، 50% به خودکشی اضافه شده. یا مثلا اگر شما میبینی از ماه آپریل تا ماه جون 10% به طول روز اضافه میشه، تقریبا مثل اون 5% به خودکشی اضافه شده. یا اگه نگاه میکنی از ماه جون تا ماه آگوست، تقریبا میشه تیر ما تا شهریور ما 17% ساعات روز کم شده، خودکشی 24% کم شده. یعنی طول روز با طول خودکشی ربط داره، طول شبانه روز با خودکشیه، و همین دلیله که تو تابستون خودکشی بیشتره. میگم واقعا ذهن قشنگی داشته و کل چیزایی که داشته فقط آمار بوده. ببین شما اصلا نه تی تست میبینی، نه استاندارد دیویشن میبینی، زمان اون هیچ کدوم از اینو نبوده، ضریب پیرسون نمیبینی، معنی دار سیگنیفیکنت غیر سیگنیفیکنت نمیبینی. میشسته با کاغذ و قلم اینا رو حساب میکرده، میانگین میگرفته و مقایسه میکرده. خب اما ممکن شما فکر کنید که خب داستان روشن شد دیگه، ساعات روزه، پس هرچی خورشید بیشتر میدرخشه شما رو میکشه، هرچی خورشید کمتر میدرخشه شما نمیمیری. شاید اصلا اثر سمیت یا اثر دیوانه کننده یا اثر جنونزایی در خودکشی باشه دیگه و قضیه حل دیگه. پس عرض جغرافیایی رو میفهمیم؟ آره. چرا؟ اون ساعت که میره بالا اونا خورشید بیشتری دارن تو تابستونا، به همین دلیل تو تابستون خودشونو میکشن، و از اون طرف دما نیست بلکه طی روزه، هرچی هوا روشن‌تره شما بیشتر خودتون میکشی. باز ببینین تفکر چقدر قویه. میاد میگه خیلی خوب، توی یه هفته ببینیم فرق خودکشی ها چیه. بیشتر خودکشی ها روزای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه است، و جمعه کم میشه، شنبه و یه شنبه کمتر میشه. خب توی یه هفته که دیگه توی یه روز اینقدر عوض نمیشه که، ساعت روز توی یه هفته عوض نمیشه، پس چرا تو جمعه شنبه کمتره، تو دوشنبه سه شنبه بیشتره؟ چه چیزی وجود داره که تو تابستون زیاده، تو شنبه یه شنبه تو کشورهای غربی کمه، کشور ما نه، تو جمعه هم نسبتا کمه ولی دوشنبه سه شنبه زیاد؟ ساعت اداری، ساعت کاری، فعالیت شغلی. از اونجاست که نگاه میکنی این ذهن دقیق میگه پس داستان نه دمای هواست، نه عرض جغرافیاییه، بلکه ساعت روزه. هرچی ساعت روز که بیشتره، اونم نه به دلیل روشنی هوا، کار، فعالیت اجتماعی بیشتره و همین دلیل شما بیشتر خودتو میکشی. چرا شنبه یه شنبه کمتره؟ برای اینکه فعالیت اجتماعی کمتره، کمتر معامله صورت میگیره، کمتر خرید و فروش صورت میگیره، کمتر مغازه میری، کمتر مدرسه میری، کمتر دانشگاه میری، تو خونتی. پس هرچی دیلی اکتیویتی، اکتیویتی اجتماعی، فعالیت اجتماعی بیشتره، خودکشی هم بیشتره. وقتی میاد همونو نگاه میکنه، میگه برای اینکه بهتون ثابت کنم، درآمد راه آهن فرانسه در فصول مختلف،
این هم دیگه باورت بهمتون نمیشه. 150 سال پیش اینا درآمد دقیق کل راه آهن رو ثبت میکردن که در زمستان اینقدر بلیت فروخته، در بهار 86 میلیون فرانک فروخته، در تابستون 105 میلیون فرانک فروخته. پس تابستون مال دماش نیست، مال خورشید نیست، مال طی روز نیست، مال بیشتر بودن تهاترهای اجتماعی دیگه، خرید و فروش و معامله و بساز بفروش و دانشگاه رفتن و، یعنی هر وقت فعالیت اجتماعی بیشتره مردم بیشتر خودشون رو میکشن. پس این تغییرات فصلی هیچ ربطی به بارندگی و نور خورشید و نمیدونم هوا مه گرفته و بغض کردی و اینا نداره. ببین چقدر این فکر قشنگ در میاره. و هر موقع بیزنس بیشتره، تعامل اجتماعی بیشتره، خودکشی هم بیشتره. واضحه؟ ببینید چقدر ذهن دقیق بوده. وقتی من این کتاب رو خوندم، اولش راستش بخوام بزن یه اعتراف کنم، از این دورکیم خسته شده بودم. هر جا میخوندی دورکیم، چون گفتم بابا دیگه چقدر از این آدم یاد میکنیم دیگه، حالا رفته دیگه، حالا بزرگداشت دورکیم، هر دفعه میخوایم بزرگداشت بگیم. ولی بعد حس کردم عجب، واقعا چقدر این قشنگ سیر فکرش قشنگ بوده که از یه چیز ساده که لومبروزو رو گول زده، مونتسکیو رو گول زده، این قبول نکرده، گفته نه، این تابستون بیشتره مال گرمی نیست، مال طی روز خورشیدم، زاویه خورشیدم نیست، مال اینکه مردم بیشتر معامله میکنن. از کجا میفهمی بیشتر معامله میکنن؟ بیشتر پول قطار میدن. پس نشون میده مسافرت بیشتره، حمل و نقل بیشتره، بیزنس بیشتره، سوشال اکتیویتی بیشتره. پس تو اون فصول هم بیشتر خودشون رو میکشن. خب دورکیم از اونجاست که از عوامل محیطی و جغرافیایی دور میشه و به عوامل اجتماعی میرسه. برای همینه میبینی جامعه شناسی رو چقدر قشنگ میسازه. بشر قرن 19 اون فکر میکرد مثلا قطر تو این فصل بیشتره، برای اینکه مثلا نور ماه به شما میتابه شما شرور میشی، ولی این نشون میده که مثلا تو این فصل قطر بیشتره برای اینکه معاملات بیشتره، بیشتر قتل هم سر معامله صورت میگیره. شما پول منو نمیدی، میخوای پول منو بخوری، من دست تو عصب و نمیرم شما رو میکشم، یا ورشکست میشم میرم خودمو میکشم. سرقت تو چه زمانی بیشتره؟ وقتی که بیزنس بیشتره دیگه. وقتی سرقت بیزنس بیشتره، ساعات روز فعالیت بیشتره، جرم هم بیشتره. پس شما میتونید نظر بگیری تو اون فصولی که فعالیت روزانه کمه، خودکشی هم کمتره، سرقت هم کمتره، شرارت های اجتماعی هم کمتره. یه چیزی که همه فکر میکنن عوامل محیطی و دما و بارون و نمیدونم زمین و ایناست. چقدر قشنگ عوامل محیطی و جغرافیایی ساده انگارانه رو حذف میکنه و به عوامل اجتماعی میرسه. این عبارت رو شاید نمیذاشتم، بذارید بحثمون دو تیکه نشه، ولی اون زمان یه عده معتقد بودن خودکشی کاملا تقلیدیه. یه سری از رفتارشناسا باورشون بود مردم از همدیگه یاد میگیرن خودشونو بکشن. دورکیم اون زمان معتقد بود نه، ممکنه شما یه جا ببینی مثلا همه با هم خودشونو کشتن، یا توی یه شهری خودکشی بالاست، فکر کنی از هم یاد گرفتن. اون میگه ممکنه عامل سوم باشه، عاملی که باعث شه این خودشو بکشه اونم خودشو بکشه، ولی به ظاهر شما فکر کنی از هم دیگه یاد گرفتن. به همین دلیل وقتی میگه شما دو پدیده رو همزمان با هم میبینی، نمیتونی به راحتی بگی این اونو ایجاد کرده، ممکنه عامل سومی باشه که هر دوشو ایجاد کرده. و این تفکر هنوز که هنوزه، شرمندم میگم، برای خیلی از شماها سخته. یعنی وقتی شما مثلا میبینی مریض داروشو نمیخوره و همزمان مریض میشه، میگه خب داروشو نخورده مریض شده. ولی یه ذهن دقیق مثل دورکیم میگه ممکنه یه عاملی وجود داشته که هم باعث شده داروشو نخوره، هم باعث شده مریض نشه. وقتی میبینی یه نفر یه تشخیصی داره و بعد یه کار دیگه هم میکنه، اوتوماتیک نمیتونی بگی اون باعث این شده. ممکنه یه عاملی هست که هم اون علائم اون بیماری رو ایجاد کرده، هم علائم این یکی رفتار رو ایجاد کرده. اون زمان نشون داده با بدون اینکه ریاضیات قضیه رو بدونه، اشاره کرده بود که همزمانی یا با هم بودن چند تا وقایع دلیل علی و معلولی نمیشه و ما باید دنبال شاخصهای پنهان باشیم. خب تا اینجای کار میبینیم که دورکیم به این سطحی نگری ها خیلی به دید انتقادی نگاه میکنه و الحق داشتم میگفتم، من اولش فکر میکردم که این آدم بیش از حد معروف شده، ولی بعدن دیدم نه، واقعا حقش بوده و چگونه تو اون عصر تونسته اینقدر تحلیل عمیق وقایع مولتی فاکتوریال رو ارائه بده. شما هم همین الان متاسفانه هنوز دارید میبینید مثلا راجع به علت افزایش مواد مخدر می‌بینی خیلی از مسئولین، خیلی از صاحب نظرها به ظاهر می‌بینی یه بحثای ساده، ما فقر، بیکاری، نمی‌دونم قیمت مواد، نمی‌دونم برنامه‌های تلویزیون، اینا نیست. مولتی فاکتوریال
عوامل اجتماعی خیلی پیچیده تر از اون هستن که با یک رابطه ساده بتونی علی و معلولی رو در اونها اثبات کنی. این قسمت هم باز مورد علاقه منه. نه تنها اون زمان اروپایی ها ساعت دقیق مردن، اینکه بعد از ظهر بوده، صبح بوده، سر ظهر بوده، فصل، روز، ایام هفته رو قید میکردن، بلکه وظیفه پزشکی قانونی بوده که علت خودکشی یا گزارش اطرافیان رو هم قید کنند و این به عنوان علتهای مرگ و میر توی اون مرگ‌ها نوشته میشده. حتی اونایی هم که زنده بودن میرفتن ازشون مصاحبه میکردن چی شد خواستی خودتو بکشی و علتهایی رو قید میکردن و توی این در واقع گزارشات اسناد وارد میشد. مثلا ادعی آمار رو نگاه کنید، اینا هم 100%. 13% مردم، باز واقعا میگم یه ذره خیلی هدفی میگم ولی شوکه میشم، 1856 زمان فتلی‌شاه اومدن poverty and loss، 13% مردم فقر و از دست دادن رو علت خودکشیشون گفتن. مشکلات خانوادگی 11%، عشق، حسادت و مسائل عشقی و عاطفی 15.5%، انواع فشارهای روانی 23%، بیماری روانی 25%، احساس گناه بابت جرمی که مرتکب شدن نزدیک 1%، و سایر عوامل 9%. اینجا رو گوش بدید، به خصوص برای همکاران رشته روانشناسی. من که من خیلی ها رو میام پیش من، جالب بگم، میگن بریم بودجه بگیریم، طرح بگیریم، علت اعتیاد، علت طلاق، علت خودکشی، علت نمیدونم پرخاشگری. بعد میگم خب متدت چیه؟ میگم اینو ازشون بپرسیم. متاسفانه من حتی تو برنامه‌های تلویزیونی هم میشنوم فلان مسئول میاد میگه زمین علتهای اعتیاد اینا بوده. 10% دوستان بد، 10% بیکاری، 15% نمیدونم نداشتن اطلاعات، 20% غفلت از عوارض، و فکر میکنن اینا علته. دورکیم در همون زمان 120 سال پیش به این نوع استدلال ها میخنده و میگه کسی که اینجوری حرف میزنه اصلا ذهن علمی نداره و با سند نشون میده. این قشنگیش اینه، میاد اسناد رو نگاه میکنه میگه خیلی خوب، این گزارشاتیست که اون زمان در مورد علت مرگ تو سال 1856 دادن. و البته تفاوتاش هم ببین، مثلا زن و مرد فرق داشته دیگه. مثلا خانم ها بیشتر بیماری روانی قید شده، 45% براشون، در صورتی که اینجا آقایون 25% بوده. میگه جالبه، اسناد 1856 رو با اسناد 1874 مقایسه میکنه، یعنی 20 سال بعد از اون، و متوجه میشه چه طی این دوره خودکشی دو برابر شده. یعنی از سال 1856 تا 1874 خودکشی دو برابر شده. اما این علتهای فرضی خودکشی رو نگاه کنید، تقریبا این هم مونده، 13%، 11%، 11.6%، 12.5%، 15.16%، 23.23%. و میگه چجوری ممکنه خودکشی دو برابر بشه ولی این نیمرخ حفظ بشه؟ یعنی تعداد آدمایی که سر حسادت خودشونو میکشن دقیقاً دو برابر شن، اونایی که سر فقر خودشونو میکشن دقیقاً دو برابر شن، اونایی که سر مشکلات خانوادگی خودشونو میکشن دقیقاً دو برابر شن که این نسبت حفظ بشه. میشه به نظر شما؟ اگر این همه تحول اتفاق افتاده پس باید یکی از اینا گنده شه. مثلا شما فرض کن همینم هم تو زمینه اعتیاد داری، نمیشه 10 سال پیش عین همین نیمرخو برای اعتیاد داشته باشی الانم داشته باشی، در صورتی که وقتی میری سوال میکنی عین همین در میاد. اون نتیجه میگیره انگیزه هایی که مردم گزارش میدن برای اعتیادشون، برای قتل، برای پرخاشگری، برای خودکشی، بیش از اونی که انعکاس واقعیت بیرونی باشه ذهنیت عام مردمه. برای همینه شما هر جوری بری آمار بگیری معمولا یه 20% در میاد بیکاری مثلا برای اعتیاد، 20% در میاد رفیق بد، 10% در میاد ناآگاهی، 10% در میاد نمیدونم رسانه‌های خارجی، 10% در میاد نمیدونم پدر مادری که منو درک نمی‌کردن. یعنی اینا جمله‌های کلیشه‌ای هست که مردم برای علت رفتارهای پیچیده اجتماعیشون بیان می‌کنن. و دورکیم در همون زمان معتقد انگیزه‌ای که مردم برای رفتارهای مثل قتل، پرخاشگری، تجاوز، اعتیاد، خودکشی مطرح میکنند
انگیزه های واقعی نیست، بیشتر ساخته ی ذهنشونه، اون چیزیه که از اطراف برداشت کردن. و در واقع عوامل پیچیده اجتماعی با پرسش کردن از افرادی که اون کارا رو انجام میدن قابل حل نیست. باز شما حالا میگی نه، برو نگاه کن میبینی کلی از همکاران ما حتی مسئولین میان میگن که بریم مثلا از دانشجوها بپرسیم چی میشه، میرن هشش میکشن، بعد یه کوئسچنر درست میکنن، دلیل استفاده از هششون چیه؟ میخوام آروم شم، ناآگاهی، نمیدونم دنبال سرگرمی هستم، لجاجت با پدر مادر و یه درصدای در میارن و فکر میکنن اینا علمه. اون زمان دورکیم ببین 150 سال پیش این آمارا بوده، میگه به اینا میخنده، میگه انگیزه های ثبت شده برای دو دوره رو نگاه میکنه و اونها رو رد میکنه. ببین چقدر قشنگه. و متاسفانه من میگم بعد 120 سال ما هنوز این گرفتاری رو داریم. خواهش میکنم اگه کسی میاد از من سوال میکنه من میخوام زمینه سازهای شروع، به خصوص اعتیاد زیاده، زمینه سازهای اعتیاد، زمینه سازهای افسردگی، بریم از مردم بپرسیم چی شده افسرده شدید، مثلا اختلاف با همسر بوده، فقر بوده، بعد تیک میزنن بعد دراریم، اون زمان دورکیم مثلا میخنده به این قضیه، میگه اینو نگاه کن. یه آمار دیگه میاد این همین دلایل خودکشی رو در دو گروه کشاورز و پروفشن های حرفه‌ای، بازاریا، اونایی که شغل آزاد شهری دارن، یعنی ببین کشاورز شغل آزاد شهری، نگاه میکنه میبینه همه هم یه جور میگن. مثلا کشاورزا 14% به دلیل مشکلات خانوادگی خودشونو کشتن، 13% مثلا پزشکا به دلیل مشکلات خانوادگی خودشونو کشتن، نمیدونم به دلیل حسادت عشق و عاطفی 1.5%، 2%، به دلیل از دست دادن شغل 8%، 8%. بعد میگه آخه شما میتونید تصور کنید استاد دانشگاه با کشاورز هر دو نیمرخ خودکشیشون دقیقاً این هم باشه، میشه همچین چیزی؟ پس این بیشتر به نظر میاد همون طرز باور اجتماعی است. مردم به صورت اجتماعی یه چیزایی مثل فقر، بیکاری، نمیدونم بی‌عدالتی، اینا رو همونجوری درصدی بهش میدن برای آسیب‌های اجتماعی، در صورتی که علت واقعی اون نیست. ساده کلام اینه که خودکار رو کاغذ ورداری یا کوئسچنر ورداری، از مردم دلیل رفتارهای پیچیده‌شون رو بپرسی، اون چیزی که به شما جواب میدن بیشتر میانگین برداشت‌های اجتماعیشونه، نه علت واقعی رفتار. یه ذره سخته ولی خیلی از پایان نامه ها و پژوهش هایی که صورت میگیره مثلا که 30% علت گرایش مردم به کرک مثلا نداشتن سرگرمی بوده، 25% نمیدونم خودکشی ها در شهر ما به دلیل عدم عدالت اجتماعی بوده، اینا باد حواس متاسفانه. خب پس ببین خودکشی رو چقدر پیچیده نگاه میکنه، میگه که عوامل پیچیده اجتماعیه که گزارش خود افراد کافی نیست. خب حالا کم کم داره از عوامل محیطی دور میشه، گزارش درونی افراد دور میشه، به عوامل اجتماعی نزدیک میشه. توی عوامل اجتماعی میاد با مذهب شروع میکنه، ببینه تو مذاهب مختلف خودکشی چقدره. این چقدر ذهن قشنگه، یکی یکی عوامل رو داره. بعد اینم بهتون میگم اون زمان نه اکسل بوده نه کامپیوتر بوده، این تفلک باید میشسته دونه دونه اینا رو حساب میکرده، کاغذ میذاشته جلوش اینا رو جمع میزده، میرفته این کتابچه های دفاتر مرگ و میر رو ورق میزده و ببینه تو هر کدومش چی هست. اومده دیده پروتستان ها 190 در میلیون خودشونو میکشن. پروتستان ها و کاتولیک ها، اونایی که جاهایی که منطقه مشترک ایناست، هر دو با هم زندگی میکنن، ببخشید این در واقع خودکشی توی کشورهاست، کشورهای پروتستان 190 در میلیون خودشونو میکشن، کشورهایی که مخلوط پروتستان و کاتولیکن 96 در میلیون خودشونو میکشن، کشورهای کاتولیک 58 در میلیون خودشونو میکشن، کاتولیک‌های یونان 40 در میلیون خودشونو میکشن. خب یه نگاه ساده رابطه مذهب دیگه، اگه پروتستانی خودتو زیاد میکشی، خودتو کاتولیکی خودتو کم میکشی، به همین سادگی. ولی باز هم دورکیم قانع نمیشه، یه اینجوری نیست که مثلا یه مذهب جلو خودکشی رو میتونه بگیره یکی نمیتونه بگیره. میاد نگاه میکنه میگه اولا باید مذاهب تو مناطق مشابه بررسی بشن، یعنی شما نمیتونی بیای مثلا کاتولیک های یونان رو که از نظر تحصیلات و وضعیت مالی و اجتماعی با پروتستان های آلمان زمین تا آسمون فرق دارن با هم مثلا بگی این کاتولیک اون پروتستانه. ببینید عوامل کانفاوندینگ فاکتوری که در آنالیز های مدرن به اونا دقت میشه، اون زمان معتقده نمیشه این کار رو نمیشه کرد. خب میاد میگه که نه، باید تو ایالت های مشابه من قضیه رو نگاه کنم. وقتی تو ایالت‌های مشابه نگاه می‌کنه می‌بینه او فرق کرد.
مثلا توی اتریش یهودی‌ها خیلی کم خودشونو میکشن، 20 در مقابل 79 پروتستان ها. ولی نگاه میکنی مثلا در ناحیه بادن آلمان یه دفعه عوض میشه، یهودی‌ها زیاد خودشونو میکشن. اینجا نگاه کنید، در بادن آلمان از کاتولیکا بیشتر خودشونو میکشن. پس صرف یهودی بودن یا پروتستان بودن یا کاتولیک بودن نیست، عوامل دیگر اجتماعیه، از جمله تحصیلات، درآمد، میزان اشتغال. پس با یه عاملی که آها این دین محافظت میکنه این نمیکنه، صحت نداره. بازم شاید باورتون نشه، ولی من یه قسمت دیگه هم یه چیزی دیدم، یکی دیگه باور نکردم، که در قسمتی از آلمان بعضی از پروتستان ها میزان بی سوادی درشون در سال 1871، 150 سال پیش، 3% بود. یعنی 97% پروتستان ها سواد خوندن نوشتن داشتن، آماری که متاسفانه هنوز در کشورهای در حال توسعه یک رویاست. 97% مردم سواد خوندن نوشتن داشته باشن. و دورکیم متوجه میشه که نه تنها با پروتستان، کاتولیک، یهودی میتونی این رابطه رو ببینی، با سطح تحصیلات هم میتونی اینو ببینی. هرچی تحصیلات بیشتره خودکشی هم بیشتره. و میگه دیگه این خیلی احمقانه است، یعنی مطالعه کردن و سواد خوندن نوشتن داشتن باعث میشه شما بیشتر خودتو بکشی؟ مگه همچین چیزی میشه؟ و بازم شک میکنه. خب اجازه بدید یه ذره دیگه فست فورورد بزنیم، ولی اگر حس کردید تا اینجا اینو گوش دادید ضرر کردید، من براتون متاسفم، چون واقعا یه انسانی بوده با این کتاب عظمت و اینو سعی کردم تو نیم ساعت براتون خلاصه بگم. یافته های دیگه ای که اون زمان دورکیم در میاره، البته بعضیش تو اون کتاب ها بوده، خودش که از خودش در نمیاره، خودکشی در افراد متأهل کمتره، اینو دیده بود، یعنی اونایی که مجرد هستن بیشتر خودشونو میکشن. در خانواده های بزرگ کمتر دیده میشه، خانواده هایی که کلی خواهر برادر دارن. تو زمان جنگ کمتر میشه و هر چقدر وابستگی های اجتماعی و سیاسیتون کاهش میابه، بازم بیشتر خودتو میکشی. نتیجه نهایی که میگیره اینه که خودکشی نه مال عوامل محیطیه، نه مال نور خورشیده، نه مال دماست، نه صرفاً مال اینه که کاتولیکی، یهودی، چی هستی، بلکه مربوط به عوامل پیچیده اجتماعی است. The suicide of any individual is always همیشه ultimately نهایتاً the result of a maladaptive level of integration with his or her social group، ناشی از یک ارتباط مشکلدار و در واقع اینتگره شدن، هم جهت شدن، هم سو شدن مشکل دار با گروه های خودشه. و وقتی مثلا همین مسئله مذاهب رو نگاه میکنه، تو آنالیز های بعدی که من از اونا دیگه گذشتم، این نتیجه رو میگیره که اینجا یهودی ها کم خودشون رو میکشن، نه برای اینکه یهودی هن، برای اینکه خیلی خوب با هم نوعای خودشون مچن. اینجا یهودی ها زیاد خودشون رو میکشن برای اینکه یهودی های فردگرا شدند، از بقیه هم نوعاشون دور شدند. پس صرف مذهب هم خود به خود حفاظت کننده نیست، اینکه یه دین مثبت یه دین این کار رو نمی کنه. پس دورکیم به نظریه خودش چجوری میرسه؟ این مغز درخشان با اون سرنوشت ناراحت کننده سال 1917 دقمرگ میشه، معتقد خودکشی ها رو میتونم به 4 دسته تقسیم کنم و 2 عامل میتونه این 4 دسته رو توضیح بده. 5 دقیقه گوش بدید، میارزه به عظمت طبقه بندی دورکیم برسیم. دورکیم میگه که ما 4 نوع خودکشی داریم. خودکشی اول خودکشی ایگویستیک. ایگو یعنی چی؟ یعنی فرد، من. ایگویستیک یعنی شاید بگیم خودخواهانه، فردگرایانه، خودکشی فردگرایانه. میگه اگر شما به نوعی کم توی جامعه مذهبی، سیاسی یا خانوادگی خودت حل باشی، بیشتر دچار این خودکشی میشی. یعنی تعلقات مذهبی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی وقتی کم میشه، شما این نوع خودکشی رو انجام میدی. پس پروتستان ها چرا بیشتر خودشونو میکشن؟ آیا نوشته های پروتستانیزمه که باعث میشه بیشتر خودشونو بکشن؟ خیر. یهودی ها کمتر خودشونو میکشن؟ آیا تورات کمکشون میکنه؟ خیر. میگه برای اینکه یهودی ها بیشتر تو جامعه خودشون دخیلن، خیلی با هم نزدیکن.
وقتی ارتباط شما، اینتگریشن، حل شدن شما چه توی مذهبت، یعنی همکیشات، چه توی گروه اجتماعی و سیاسی، چه توی خانوادت کم میشه، یعنی تعلقات مذهبی، اجتماعی، خانوادی کم میشه، بیشتر خودتو میکشی. به این میگه اگویستیک سویساید. پس اگویستیک سویساید خودکشی است که ناشی از اینتگریشن پایین در جامعه است. یعنی از جامعه دور افتادی، تک افتادی، مثل بقیه مردم تو مراسم مذهبی، مراسم اجتماعی شرکت نمی کنی و همسو با ایل و خانوادت نیستی. تکرو که شدی، از اونا دور افتادی، امکان خودکشی بیشتره. هرچند نشون داده بود که احتمالاً باسوادتر هم هستی، تحصیلاتت هم بالاتره، شغلت هم بهتره، ولی دیگه مثل بقیه تو مناسکشون چیزاشون شرکت نمی کنی. پس هرچقدر از جامعه دور بیفتی، امکانی که خودتو بکشی بیشتره و طبیعیست تو گروه های بیشتر دیده میشه که این دور افتادن بیشتره و زمانهای بیشتر خودتو میکشی که این دور افتادن بیشتر معنی داره. برای همین تو تابستون، برای همین تو ساعت کاری، برای همین تو روزهایی که این دور افتادن بیشتر خودتو نشون میده، نه روز جمعه بلکه روز دوشنبه. پس این اصل ایگوستیک سویساید. خب پس نوع اول خودکشیش. دورکیم یه آمار دیگر هم نگاه کرد، دید خودکشی به طرز بسیار زیادی تو نظامی ها بیشتره، یعنی اونایی که تو ارتشن. بعد سوالش پیش اومد، اگه شما ارتشی، به هنگ، تیپ، لشکر، ارتش تعلق داری و خیلی احساس همبستگی میکنی، اونجا چرا پشت خودتو میکشی؟ تازه چند تا چیز دیگر هم متوجه شد. هرچقدر سرباز کهنه کارتری، نظامی کارکشته تری، بیشتر خودتو میکشی. هرچقدر بیشتر ارتشو قبول داری، بیشتر مدال داری، بیشتر تعلق خاطر داری، بیشتر خودتو میکشی. پس این ناشی از تک افتادنت نیست، این عکس اونه. این نوع خودکشی رو اومد نقطه مقابل نام گذاشت، گفت altruistic suicide. البته یه عده به دورکیم خورده گرفتن، گفتن خودکشی بیشتر در نظامی ها، ببینید اینجا نگاه کنید، اگه بخواد مثلا ارتش اتریش رو نگاه کنه، 1253,000 خودکشی در میلیون، البته محاسبه شده، دن که تعداد خودشون رو کشته باشن، به میلیون بخواد حساب کنی اینقدر میشه، در صورتی که جمعیت شهری 122 در میلیون بوده. پس نگاه میکنی نسبت نظامی به شهری 10 برابر، نظامی به شهری 8.5 برابر. نگاه میکنی در آمریکا و هر چقدر میری پایین‌تر کمتر میشه، مثلا ارتش فرانسه کمتر خودشون رو میکشن، ارتش پروس، ارتش ساکسونی کمتر خودشون رو میکشن در مقابل ارتش آمریکا و ارتش اتریش. البته اینجا دورکیم اشتباه میکرد، اگر عامل تجرد و الکل رو میخواستی در نظر بگیری این آمار رو توضیح میداد. نظامی ها بیشتر مجردن، یعنی اصل اولش، خانواده ندارن و بیشتر الکل میخورن. و اینجا دورکیم یه اشتباه فاحش میکنه، معتقد الکل هیچ تأثیری در خودکشی نداره، در صورتی که امروز نشون دادن الکل یکی از ابر عوامل مرتبط با خودکشیه. دورکیم اونجا از زیر رادارش رد میشه، اشتباه میکنه، میگه الکل که تأثیر نداره، اینو متوجه نمیشه. پس این آمارش اینجا دچار اشکال بوده. اما معتقد دورکیم و راست میگه، تو بعضی فرهنگ ها افراد سالمند در آستانه پیری، بیوه زنان بعد از فوت همسرشون، خودکشی پیروان یک فرقه، یک گروه بعد از شکست یا فوت رهبرانشون، معتقد این مدل خودکشی ها خودکشی های اگویستیک نیست. به این دلیل نیست که خیلی از گروهت دور افتادی، برعکس، به این دلیله که خیلی با گروهت نزدیکی. وقتی همرزمات میمیرن، همسرت میمیره، رهبرت میمیره، اون رئیس مذهبیت میمیره، دیگه بعد از مرگ اون نمیتونی به حیات خودت ادامه بدی، اونجا خودتو میکشی. پس این نوع بعدی خودکشی که اون نام میبره، میگه altruistic suicide، نه به دلیل integration یعنی حل شدن، داخل شدن کم، بلکه به دلیل حل شدن، داخل شدن بیش از حد توی اون اجتماعه. یعنی طرف تو اون نوع قبلی از اجتماع دور افتاده، اجتماع مذهبی، سیاسی، خانوادگی، اینجا تو این نوع خودکشی بیش از حد داخل شده توش،
یعنی آنچنان به همسر خودش وابسته شده که بعد مرگ همسر میگه من نمیتونم به اونم خودشو میکشه. آنچنان به ارتشش وابسته است که وقتی نظامیای دیگه کشته میشن این تک نمیتونه بمونه، خودشو میکشه. و سمبولشون نظامیه که وقتی تو جنگ شکست میخوره، هنگش شکست میخوره، خودشو میکشه، میگه بعد از اینا من دیگه نمیتونم. اون کاپیتانیه که وقتی کشتیش میره زیر آب، اونم با کشتیش میره زیر آب، میگه من از این کشتی نمیتونم جدا شم، من تعلقم به این گردانمه، به این گروهانمه و نمیتونم تنها بمونم. یا اون کسی که میگه وقتی بقیه مردن دیگه من نمیتونم تنها بمونم. به نوعی در واقع جانفشانیش در راستای بیش از حد با اون گروه مخلوط بودنه و معتقد این آسیب با اون آسیب 180 درجه فرق داره. پس altruistic suicide ناشی از integration بیش از حد در جامعه است. اگه شما بیش از حد جامعت رو قبول داری، وقتی میبینی بقیه هم نوعات تو فشارن، خودت رو میکشی برای اونا. و خیلی از جاها این نوع ایثارگرانه هم ممکنه باشه. وقتی میبینم بچه هم مثلا دارن رنج میکشن، اونا مردن، منم خودم رو میکشم. وقتی میبینم هم کیشان هم در آزار هستن مردن، منم میرم خودم رو میکشم برای اینکه با اونا بمونم. پس این شد عامل خودکشی دوم، altruistic. گفتیم 4 نوع خودکشی رو مطرح میکنه. این تالا شد 2 تا. اگه از اجتماع دور بیافتی، تک بیافتی، خودتو زیاد میکشی. خیلی هم با اجتماع دمخور باشی و خیلی خیلی یکی یه دونه شده باشین، بازم خودتو زیاد میکشی. ببینیم نوع سومش چیه. نوع سومش میگه آنومیک سویساید. این چقدر ذهن قشنگه، ولی خب خیلی از اینا الان زیر سواله. مثلا altruistic واقعا سهمش چقدره ما الان نمیدونیم. من در انتهای این سی دی یه چیزی حدود یه رو نیم ساعت راجع به این نوع خودکشی بیشتر صحبت خواهم کرد، نظامیانی که خودشونو میکشن، و حتی اشاره خواهم کرد که این بسیار فرهنگیه. در دوره‌هایی در بعضی تمدن‌ها خودکشی یک ارزشه. اون ژاپنی که حس میکنه هم رزماش مردن، میگه باید خودمو بکشم. اون سرداری که احساس میکنه در جنگ شکست خورده و سرافکنده شده در مقابل سربازانش، خودش رو میکشه. اون ناخدایی که احساس میکنه کشتیم حالا رفته زیر آب، بدون کشتیم من نمیتونم، تمام شرفم اون کشتیمه، برای همین خودش رو میکشه. به این اشاره خواهم کرد. عده‌ای به این میگن خودکشی رومی یا مرگ رومی، رومانا مورس، چون تو رومیا خیلی شایع بوده. معتقد بودن یک رومی با شرافت تا آخر وای نمیسته به خفت بیفته. هرگاه حرفش زمین موند، احساس کرد گروهش شکست خوردن، احساس کرد خیت شده، احساس کرد اعتبار دیگه قبلیش رو نداره، وظیفه اخلاقیش خودش رو بکشه. برای اینکه اگه نکشه باعث ننگ و آره طبقه شه. و اون سامورایی که هاراکیری میکنه، یا اون دولت مرد ژاپنی که بعد از اینکه مثلا نیروگاه خراب میشه میره خودش رو میکشه، از این نوعه. من تو اون دقایق آخر راجع به این یه مقدار صحبت میکنم، اجازه بدید از بحث دور نشی. نوع سوم چیه؟ نوع سوم آنومیک سویسایده. دورکیم متوجه شده بود که وقتی شرایط اجتماعی دچار تلاطم میشن، یه دفعه ثروت ایجاد میشه یا یه دفعه شما ورشکست میشی، تو این دوره ها هم مردم بیشتر خودشون رو میکشن. او معتقد بود که آره، این دلیل به اینه که وقتی اجتماع یه دفعه دچار تحول جدی میشه، یه دفعه ثروتمند میشن یه عده زیادی یا یه دفعه فقیر میشن یه عده زیادی، دوره‌های تلاطم اقتصادی، شما ارزش‌ها رنگ می‌بازند. مثال می‌زنم، مثلا تو دوره‌ای که یه دفعه یه عده پولدار میشن، اون موقع دیگه ارزش‌ها عوض میشه. مثلا سابقا یه چیزای ارزش بوده، مثلا موقعیت اجتماعی بوده، تحصیلات بوده، اعتبار بوده، اخلاق بوده، بعد یه دفعه عوض میشه، میشه به دارایی و مال و ماشین و یه طبقه نوظهور پیدا میشن، طبقه تازه به دوران رسیده پیدا میشن. این طبقه دازه به دوران رسیده دارای ارزش‌های مشخصی نیستند و چون ارزش مشخصی ندارند، نمیدونن واقعا با چگونه خودشون رو تنظیم کنند. و در واقع در جوامع در لحظاتی که تلاطم اقتصادی هست، در و پیکر اجتماعی به هم ریخته و آن عنصری که به هم خورده رگولیشن اجتماعی. جمله‌ای که مردم میگن، میگن هر کسی جای خودش نیست، اون سلسله مراتب به هم خورده. او معتقده در اون نظام‌هایی که سلسله مراتب به هم خورده و هر کسی جای خودش نیست، مملکت یه جوری صاحبش دست به دست شده، عوض شده، یه عده چون ارزش‌ها و نرم‌های واقعی رو نمیدونن چی هست، دچار سردرگمی میشن و خودشون رو میکشن. به این میگن آنومیک سویساید.
پس وقتی یه دفعه ورشکست میشی، یه دفعه به پول و پله میرسی، موندی پول و پله تو چیکار کنی؟ میفتی به لفتولیس، میفتی به رفتارهای هرزه‌ای، اینا تو اون حوزه خودتو میکشی و به این میگن سویساید آنومیک. پس سویساید آنومیک نه به دلیل مشکل در اینتگریشن، بلکه به دلیل مشکل در رگولیشنه. جامعه دیگه در و پیکر نداره، هر کی به هر کیه. برای همینه که شما واقعا نمیدونی کی درست میگه، کی آدم درسته، کی آدم غلطه. این آقا که الان مثلا این سمت رو داره، وضعیت مالی رو داره، آیا اخلاق اینه یا اونیه که اونور ورشکست شده؟ و به دلیل نداشتن این خودت رو میکشی. به این میگن سویساید آنومیک. و سویساید بعدی که نام میبره میگه سویساید فاتالیستیک. معتقده در این حالت آنومیک رگولیشن تو اجتماع نیست، اجتماع صاحب نداره، نظم نداره، دیگه هر کسی جای خودش نیست، ارزش ها به هم ریخته، هرم جامعه وارونه شده. توی این یکی معتقده برعکس، جامعه خیلی صاحب داره، خیلی کنترل دقیقه و شما به نوعی حس میکنی اصلا نمیتونی تکون بخوری. آنچنان نظام جامعه محکم در هم تنیده شده که هیچ گونه احساس آزادی نمیکنی. حس میکنی من اصلا نمیتونم تو زندگیم، محال من از طبقه خودم بتونم بیام بالاتر، محال وضع من از بابا مامانم بهتر شه، محال من از در و همسایم بتونم جلوتر بیفتم. تمام فرصت های رشد گرفته شده، اصلا یه جوری من محکومم که تو این طبقه شغل موقعیت اجتماعی بمونم. نمیتونم درس بخونم، نمیتونم مهاجرت کنم، نمیتونم پول دارتر بشم. ما 10 نسل همین جوری موندیم. اونم یه نوع خودکشی دیگه میده که بهش میگن خودکشی فاتالیستیک یا خودکشی در واقع قضا و قدر گونه. این توی جوامع به شدت بسته و سنتی اتفاق میفته. مثلا دختر خانومی که میگه من حسرت درس خوندن دارم و اصلا نمیشه تو فرقه ما، تو ده ما، تو منطقه ما اصلا زنها حق ندارن درس بخونن، من از سر اونها خودم بکشم. پسری که آرزو داره مثلا بره هنرپیشه بشه، میگه تو خانواده ما همه مثلا آهنگر بودیم و اصلا تصور اینی که یکی بره یه کار دیگه بکنه نیست، خودم میکشم. در صورتی که این آنومیکه توی شرایط بحران اقتصادیه، مثلا میگه که آره تا دیروز مثلا ما هیچی نداشتیم، بعد یارو به پول و پره رسیده، میلیاردر شده و الان نمیدونه واقعا پولش رو چیکار کنه، افتاده تو خط مواد و عیاشی و بعد زندگی براش پود شده و اصلا نمیدونه واقعا چی کنه، اون میزنه خودش رو میکشه. پس در مجموع اگر بخوایم نگاه کنیم، دورکیم 4 نوع خودکشی میگه. خودکشی اگویستیک و آلتروستیک که به ترتیب به دلیل کم بودن و زیاد بودن اینتگریشن شما در اجتماعست. خودکشی آنومیک و فاتالیستیک که به دلیل کم بودن نظم یا بیش از حد بودن نظم در اجتماع است. و او باور داره که با این 4 نوع و در واقع 2 عامل، میزان اینتگریشن و میزان رگولیشن، میتونن کل خودکشی ها رو توضیح بدن و سعی در طبقه بندی خودکشی میکنه. خب تا اینجای کار خسته نباشید، فکر کنم دیدگاه جامعه شناسی دورکیم رو براتون گفتم. اگر هم خسته شدید بدونید این خلاصه کتاب دورکیم بود و چون یک مسترپیس، یک شاهکار علوم انسانی و در زمینه خودکشیه، اگر شما یک درمانگر هستید یا یک روانپزشک هستید اینا رو ندونید، یه نقص براتون حساب میشه. بعد از دورکیم یه نوعی اون مفهوم جامعه شناسی خیلی کنار گذاشته شد کم کم و بیشتر مسئله بیماری‌های روانی مطرح شد. یعنی تو سال‌های بعد هرچی رفتیم جلوتر، کسی دیگه پی کارهای دورکیم رو نگرفت، یا اگه گرفتن با اون جدیت نبود. بیشتر نگرش‌های کرپلینی، نگرش‌های فرویدی و نگرش‌های روانپزشکی، روانکاوی، رواندرمانی رو اومد. و بیش از اینی که عوامل اجتماعی رو عامل خودکشی بدونند، عوامل روانی فردی رو عامل خودکشی دونستند. و ما بعدها به جای رسیدیم که روانپزشکی دیگه خیلی به تفسیر خودکشی رو نیاورد، بیشتر یه سری آمار و عوامل خطر رو مطرح کرد، یه سری بیماری تعریف کرد، بیماری‌های روانی با یه سری ریس فاکتور، و خودکشی از اون داستان اجتماعی که اونقدر دورکیم بهش نگاه میکرد دور شد و بیشتر روانپزشکی شد و اونم با عوامل خطر، ریس فاکتور. تو سالهای بعد این اتفاق افتاد. حتی اینم بهتون بگم که آره، به نظر میاد هر دو نگرش افراطی بود. دورکیم بیش از حد روی مسئله اجتماعی تاکید میکرد. بالاخره درصد زیادی از این آدم ها که خودشون رو میکشن
بیماری‌های درجه یک روانپزشکی دارن. از این طرف هم روانپزشکا دیگه بیش از حد دارن قضیه رو روانی و فردی میکنند. وقتی نگاه میکنی خب تو ملت‌های مختلف فرق داره دیگه. نمیشه پذیرفت که مثلا فنلاندیا بیماری روانیشون یه جور دیگه است، ژنشون یه جور دیگه است، بعد مثلا ایتالیایی‌ها یه جور دیگه است. در صورتی که خودکشی تو اینا ممکنه 10 به 1 فرق کنه. یعنی عوامل اجتماعی رو باید پررنگ دید. و این نگرش روانپزشکی شاید یک افراد بوده. اما با این حال روانپزشکی اومد یک سری آمار داد و بیشتر به توصیف خودکشی پرداخت. برای اینکه این دقایق باقی مونده ذره اطلاعات شما رو بیشتر کنم، یه سری از این آمارهای پایه رو خدمتتون ارائه میدم. یه عذرم از تمام دوستان میخوام، بیشتر این آمارها مال کشور آمریکاست. یعنی ممکن شما بگید خب به ما چه؟ آره، ولی خب چون آمار دقیقه و تو تکست بوک های روانپزشکی اینا رو مینویسن، ازش اشاره کنیم بد نیست. چه بسا بشه اینا رو تعمیم داد به جاهای دیگه دنیا. پس حالا اگه آمادگی داریم بیایم به رویکرد مدرن روانپزشکی که بیشتر آمار توصیفی و عوامل خطر هست اشاره کنیم. خب این میزان خودکشی در آمریکاست. اینم بدونید که امروزه دیگه مرسومه که خودکشی رو برخلاف زمان دورکیم که تعداد در میلیون میگفتن، تعداد در 100,000 جمعیت بیان میکنن. یعنی چند تا خودکشی در سال ما داریم در ازای هر 100,000 نفر جمعیت. خب بیایم آمریکا رو نگاه کنیم. این مال زن هاست، این مال دو جنسه، یعنی میانگین زن و مرد، و اینم مال مرد هاست. پس اولین چیزی که متوجه میشید داستان اینه، خودکشی در آقایون تقریبا 3 برابر خودکشی در خانم ها. خودکشی در آقایون ببین در سالهای 1990 تا 2009 در آمریکا تقریبا یه سیر یک نواخت داشته، یه ذره اینجا کم شده بعد یه ذره اینجا زیاد شده، ولی حول و حوش 24% برای آقایون بوده، ولی برای خانم ها یه چیز حدود 5% بوده. پس به عبارت دیگر خودکشی موفق در مردها گفته میشه حدودا 3 برابر زنان است. این میانگین جهانیشه. میانگین جهانی اینه که خودکشی خانوم ها 3 برابر کمتر از آقایونه، علت مردن. اما فراموش نکنید 3 برابر آقایون بیشتر بر اثر خودکشی در مقایسه با زنان میمیرند، اما اقدام به خودکشی در زنان 3 برابر مردان است. پس این عدد 3 رو یاد بگیرید. مردان 3 برابر بیشتر از زنان بر اثر خودکشی میمیرند، زنان 3 برابر مردان بیشتر اقدام میکنند، ولی خب کمتر میمیرن چون اقدامشون منجر به مرگ نمیشه. پس ما یه تعداد خودکشی موفق داریم که اینا آمار خودکشی های موفقه، یه تعداد اقدام به خودکشی داریم که هر دوی اینا رو بر اساس تعداد در 100,000 مطرح میکنند. چرا زنان کمتر میمیرن بر اثر خودکشی؟ گفتیم 1/3 دیگه. شاید روش هایی که به کار میبرن کمتر مرگباره، یعنی با وجود اینکه 3 برابر بیشتر از آقایون اقدام میکنن، 3 برابر کمتر از آقایون میمیرند. برای اینکه شاید روش هاشون کمتر مرگباره. مثلا سعی میکنن قرص بخورن، اونم قرص لوراسپام دیاسپام که خیلی نمیکشتشون. در صورتی که آمریکایی‌ها مردا اسلحه پرش از ارتفاع و دار هست که خیلی کارآمدتره تو مردان. اقدام به خودکشی در خانم‌ها در مقایسه با مردان تکانه‌ای‌تره. یعنی دیدن خانم‌ها آنی تصمیم میگیرن. یه دفعه عصبانی میشه میخواد قرص بخوره، در صورتی که مرد از یه هفته پیش رفته بنزین خریده، همه چی رو آماده کرده، حساب شده تره، پس موفق میشه. زنان بیشتر برای درمان افسردگی مراجعه میکنند، یعنی وقتی افسردن پا میشن میرن دکتر دارو میگیرن، در صورتی که مردا حس میکنن باید مقاومت کنن، من نباید خودمو ببازم، تو افسردگیشون باید بسازم و این باعث میشه برن خودشونو بکشن. میگن خانم ها شبکه حمایتی بهتری دارن، دوست و ایناشون بیشتر مواظبشونه. به دوستش میگه میخوام خودمو بکشم، زود دوستاش میبرنش دکتر. در صورتی که آقایون تکروهن، به کسی نمیگن. بنابراین تو تنهایی خودشون رو میکشن. آقایون بیشتر مصرف مواد دارند. و مصرف مواد یه عامل عمده در موفقیت خودکشیه. برای همینه تو اونها بیشتر خودکشی دیده میشه. در صورتی که خانم‌ها کمتر مصرف مواد دارن. و خانم‌ها از اینکه نقش بیمار روانی رو بپذیرن کمتر ابا دارن. برن بیمارستان اعصاب بستریشن، اینکه میرن پیش دکتر روانپزشک، اینکه قرص اعصاب میخورن. آقایون یه جور به مردانگیشون حس میکنن خدشه است. من برم پیش دکتر اعصاب بگه چی؟ بره بشینم جلوش گریه کنم بگم افسردم؟ یه جوری قدبازیشون به نظر میاد بیشتر به مرگشون منجر میشه.
یه نکته دیگرم در نظر بگیرید، همون که گفتم دورکیم واقعا راست میگه، یعنی اگه همه اینا راسته و اون نظریه روانپزشکی رو باید خیلی جدی بگیریم، یکی بیاد اینو جواب بده که چرا خودکشی در چین و سریلانکا در زنان بیشتر از مردانه. یعنی ما دو تا استثناء تو دنیا داریم که زنها بیش از مردها بر اثر خودکشی میمیرند، یکیش چینه و دومی سریلانکاست. پس اینم عامل بعدی شد. اگه بپرسن خودکشی در زنان سه برابر بیشتر اقدام میکنن ولی سه برابر کمتر میمیرند. دو تا استثناء داریم، چین و سریلانکا. خب خودکشی در جهان معمولا رنجی داره بین 10 تا 30 در 100 هزار. 10 تا 30 در 100 هزار. 30 چند تا کشور هست؟ فنلاند، کشورهای اسکاندیناوی و چینه. چین هم 30 در 100 هزار. این 10 بیشتر کشورها رو شامل میشه. کشور ما حدودا 5 تا 6 در 100 هزار. نکته دیگه اینه که تعداد اقدام به خودکشی به تعداد خودکشی موفق معمولا 10 تا 100 برابره. یعنی در ازای هر 10 تا اقدام یه دونه میمیرن. البته این بسته به اون روش و وجود امکانات مردن هست، ولی این رقم تا 100 هم گزارش شده، یعنی 100 برابر اونایی که میمیرن اقدام صورت میگیره. پس این دوتا نکته دیگر رو هم در نظر داشته باشید. سن رو نگاه کنیم. گروه بالای 65 سال ببینید خودکشی خیلی توشون بیشتره تا گروه جوانتر و از اون جوانتر. پس نتیجه‌ای که می‌گیریم سن که میره بالاتر خودکشی بیشتر میشه. حتی اگر شما نگاه کنید بعد از 65 سالگی در مردان به شدت میره بالا. یعنی مردهای 80 ساله شاید تا 40 تا 50 در 100 هزار خودشون رو می‌کشن. در صورتی که مردهای جوان‌تر 65 ساله 20. پس بالای 65 سالگی ما یک افزایش ناگهانی مرگ و میر داریم. البته دوستان عزیز این نیاز به تفسیر داره، یعنی اگر دورکیم باشه میگه به این راحتی قبول نمیکنه فقط سنه، میگه چه بسا اینا تو اینجا مشکلات متفاوت اقتصادی دارن، چه بسا تنها شدن، همسرشون مرده و این حالت رو دارن. ولی نکته جالب اینه خانم ها رو نگاه کنید، این مال خانم هاست، با افزایش سن بیشتر خودشون رو نمیکشن، یعنی اصلا فیکسه، رقم رو 4 در 100 هزار مونده. یعنی خانم ها حتی بعدش از 5 سالگی هم تفاوت نمی کنه. چرا مردان بعد از 65 سالگی خودشونو می کشن؟ این یه بحثیه که حالا الان بهش نمی پردازیم. شما فقط توصیفشو بدون که افزایش سن بعد از 65 سالگی به شدت در مردان با خطر خودکشی همراهه، ولی تو خانم ها اینجور نیست. آمار آمریکا رو که نگاه کردن نیست، عجیب دیگه هم دیدن که باز آدم میگه درود بر دورکیم، که یعنی همش روانپزشکی نیست. میگه افزایش خودکشی در سنین بالای 60، ببین، تو مردان سفید پوست دیده میشه نه مردان سیاه پوست. نگاه کنید این خودکشی مردان سفید پوست، این خودکشی مردان سیاه پوست، این خودکشی زنان سفید پوست و این خودکشی زنان سیاه پوست. پس زنان سیاه پوست از همه کمتر خودشونو میکشن، بعد زنان سفید پوست، بعد مردان سیاه پوست، بعد مردان سفید پوست. منتها این افزایش مهیب خودکشی که بعد از 60 سالگی شما میبینی فقط تو مردای سفید پوست دیده میشه، تو مردای سیاه پوست نیست. پس باید عامل اجتماعی اینو دراری که چرا تو مردای سیاه پوست دیده نمیشه. میگم عذر میخوام، این آمال ما رو آمریکاست، ولی دیگه تکست بوکیه دیگه، تو کاپلان و کامپرنسیو اسلایدات کامپرنسیو، اینا رو من از سایتی گرفتم که ریفرنس کامپرنسیو هست، سایت حوادث اجتماعی در آمریکا. یا اگه نگاه کنید بیشترین میزان خودکشی در آمریکا مربوط به دو دسته است، بومیان آمریکا یعنی اون سرخپوستان آمریکا و بعد سفیدپوستان آمریکا، در صورتی که تو آسیایی تبارها، اسپانیولی تبارها و سیاه‌پوستان کمتره در مقایسه با این دو گروه. پس بازم می‌بینیم دورکیم قشنگ‌تر میگه، چه بسا این واقعا اون آنومی دورکیم باشه که دیگه نظم به هم ریخته، شیرازه به هم ریخته، یا اینا بیشتر به دلیل افزایش اینتگریشن باشه. چینی ها خیلی تو جامعهشون خوب حلن، سیاه‌پوستا خیلی با هم نزدیکترن، اسپانیولیا خیلی با هم میلولن، خانواده هاشون خیلی با هم نزدیکتره، یعنی عنصر اگویستیک کمتر هست، در صورتی که سفیدپوستان به خصوص مردان سفیدپوست فردگراتر هستن. تو آمریکا خودکشی در سفیدپوستا بیش از سیاه‌پوستاست،
در هوموسکشوال ها بیش از هتروسکشوال هاست. شاید اینم باز به دلیل همون اگویستیک باشه، هوموسکشوال ها تک افتاده ترن. توی جمعیت شهری بیش از روستاییه، شهری بیش از روستاییه، پس اینم باز میتونه اون مناسبات اجتماعی رو توضیح بده. و تو پروتستان ها و یهودی ها بیش از کاتولیک هاست و اونها هم خیلی بیشتر از مسلمان هاست. یعنی مسلمان ها حداقل خودکشی رو دارن. بازی ممکنه به دلیل همبستگی بالای گروه های مسلمان در مقابل اون فردگرایی پروتستان ها باشه. یادتون باشه یه دوره دیدیم که یهودی ها تو اروپا خیلی کم بود ولی الان تو آمریکا زیاده. پس نشون میده صرف دین نیست، اون اینتگریشن اشتباهی است. نکته بعدی دلیل مرگ و میر. تو آمریکا 60% خودکشی ها با اسلحه هست. طبیعی است که این آمار تو ایران مصداق نداره. 60% خودکشی ها در آمریکا با اسلحه گرمه. مردان رو نگاه کنید، این اسلحه هست شایع ترین. 12% هزار بر اثر اسلحه میمیرن. بعد حلق آویز کردن، بعد مسموم کردن یعنی قرص خوردن، چیز خوردن و روش های دیگه. توی خانم ها نگاه کنید، مسموم کردن شایع ترین روشه، بعدش اسلحه هست، بعدش حلق آویز کردن. در صورتی که به کتاب ها به غلط میگن اسلحه در آمریکا علت مرگ و میر هر دو جنسه، شایع ترین در هر دو جنسه، نخه تو آقایون شایع ترینه، تو خانم ها قرص خوردن و پویزنینگ مسموم کردن شایع ترین است. حالا این آمار در کشورهای دیگه چگونه است به اون خواهیم رسید، برای اینکه طبیعی است که خودکشی تو آمریکا خیلی با اسلحه شایع تره چون اسلحه دارن همشون. اصلا میگن در آمریکا مجموعاً 33,000 نفر با اسلحه میمیرن. حدود نصفی از اینا خودکشیه، نصفی از اینا قتله. خب اینم عامل دیگه شد. خب دوستان اجازه بدید من اینو اینجا عمدن نگه داشتم. درسته آمریکا به ما خیلی ربط نداره و اسلحه هست، ولی یه سوال یه عده مطرح کردن، اگه اسلحه نبود چی میشد؟ آیا آمریکایی‌ها کمتر خودشونو میکشتن یا اینکه با روش‌های دیگه خودشونو میکشتن؟ چی میگید شما؟ اگه بیان اسلحه رو از دست مردم جمع کنن، یه عده میگن که خب مردم حالا با اسلحه خودشون نمیکشن، بیشتر خودشون رو دار میزنن، بیشتر از بلندی میپرن. این یه استدلاله. یه استدلال دیگه هم اینه که خب اسلحه رو جمع کنن امکان خودکشی کلا ممکنه کم شد. کدام درسته؟ به این خواهیم رسید. پس به قول این یارو تلویزیونی ها stay tuned، هنوز رو کانال نگه دارین، کانال رو عوض نکنین تا به این قسمت هم برسیم. stay tuned که ببینیم اگر اون ابزار خودکشی رو از محیط برداری چی میشه، آیا مردم کمتر خودشون رو میکشن؟ خب بازم روانپزشکی نگاه کنیم. چند تا اصل که تو کامپرهنسیو هم هست باید هر کسی حفظ باشه. اینو یه ذره مثل بچه مدرسه یا باید حفظ کنیم دیگه، ببخشید. به اون قشنگی کارهای دورکیم نیست. ولی اینه. میگه 90% اونایی که خودکشی میکنن تشخیص اکسیس یک دارند. 90% آنهایی که خودکشی میکنن تشخیص اکسیس یک دارند. 60-70% تشخیص اختلال خلقی دارند. 60-70% تشخیص اختلال خلقی دارند. مابقی بیشترین تشخیص ها اسکیزوفرنی، سوء مصرف مواد و اختلال پانیک هست. پس 4 اکسیس یک هست که ارتباط نزدیک با خودکشی داره: مود دیزوردر، اسکیزوفرنیا، سابستنس ابیوز و از اون طرف هم اختلال پانیک. خب میگن اضافه شدن استراب، اینم نکته کتابی و امتحانی است شاید، اضافه شدن استراب به بیماری خلقی امکان خودکشی رو بیشتر میکنه. به این من توی آسیب شناسی خودکشی خواهم رسید. یعنی اگه کسی هم دیپرس باشه هم استراب داشته باشه بیشتر ممکنه خودش رو بکشه. خب و این نکته رو هم در نظر بگیرید، یک باور غلط، اونهایی که میترسند مبادا خود را بکشند نیز در معرض خطر هست. فکر نکنید اونی که میگه وای های دکتر من همش میترسم یه دفعه نشه خودمو بکشم، و میگه خب اگه میترسی پس نمیکشی دیگه، میگه آخه من همش دلهوره دارم یه دفعه فکر نیاد تو سرم خودم از بلندی بندازم پایین، همش میترسم نمیرم در بلندی، میگه خب پس نمیترسی نمیکشی دیگه. این غلطه. خیلی از اونایی که میترسن میکشن خودشون. پس اگه طرف داره میاد میگه من میترسم خودمو بکشم، پس شما میگه پس شاید دیگه طرف میترسه خودشو بکشه، خواهیم دید که این کمک نمیکنه. نه خیر، خیلی از اینا جرأت پیدا میکنن و خودشون رو خواهند کشت. پس حواسمون هست اضافه شدن استراب و وحشت از خودکشی و وحشت از مرگ تضمینی برای نکشتن خود شما نیست. خب آمار رو دیدید دیگه، 90% تشخیص اختلال اکسیس یک دارند.
بیایم اونورش نگاه کنیم. میگن 15-20% بیماران دو قطبی خودشونو میکشن، 10-15% بیماران تک قطبی خودشونو میکشن، حدوداً 10% بیماران اسکیزوفرنیک خودشونو میکشن. در این میان تقریبا اتفاق نظر وجود داره که بیماری دو قطبی مرگبارترین بیماری روانپزشکیه. یعنی دو قطبی ها بیش از همه امکان خودکشی دارن، ولی خب سهمش کمتره، برای اینکه شما میدونید تعداد تک قطبی ها در مقایسه با تعداد دو قطبی ها بیشتره. برای همین خیلی از اونایی که میمیرن احتمالاً تک قطبی هستند، ولی با این حال تو دو قطبی ها امکان مرگ و میر بیشتره و میگن 15-20% اینها خودشون رو میکشند. پس مرگبارترین بیماری روانپزشکی احتمالاً دو قطبیه. خب تو اکسیس دو چی؟ دو تا اختلال شخصیت هست که بیشتر از همه خودشون رو میکشن: borderline personality و antisocial personality. پس borderline و antisocial هم اکسیس دو شد. باز چند تا اصل قشنگ کتابی که اینا همیشه هم میگم از این فکتاییه که شما تو همه جا میبینید. دیوید لستر یه نکته جالب داره راجع به این، میگه روانپزشکی دیگه شورش رو در آورده. هر کتاب خودکشی باز میکنه این اصل رو نوشته: خودکشی در مردان 3 برابر زن است، خودکشی در سفیدپوستان بیش از 3 برابر، خودکشی بالای 65 سال بیشتر است. میگه اصلا دیگه آدم تهوع میگیره، ولی اینقدر اینا یونیورسال شده. ولی خب باید بدونید دیگه، باید مثل بچه مدرسه خیلی از اینا رو حفظ کرده باشید. 90% اونایی که خودکشی میکنن اختلال اکسیس 1 دارن. اقدام قبلی به خودکشی پیش بینی کننده قوی برای خودکشی بعدی است. یعنی اگه کسی قبلا خودکشی کرده، امکانی که بعدا خودکشی کنه خیلی زیاده. و حتی آیرون بک معروف هنوزم زنده است، اشاره داره که امکانه ببخشید شدیدترین خودکشی قبلی، هر چقدر خودکشی قبلی که کرده شدیدتر باشه، امکان خودکشی رو بیشتر میکنه. پس فقط این نیست که آیا قبلا خودکشی کردی یا نه، قبلا خودکشی جدی کردی یا نه، اون خیلی تعیین کننده است. حتی بعضی ها این اعتقاد رو دارن، میگن جدیترین بهترین پریدیکتور امکان به خودکشی اینه که قبلا خودکشی جدی داشتی. پس کسی که قبلا خودشو حق آویز کرده، کسی که قبلا از بلندی پریده دست پاش شکسته، کسی که قبلا خودشو مسموم کرده رفته بیمارستان لقمان، این بهترین پردیکتور اینه که بازم این کار رو خواهد کرد. پس این اصل اول. ولی یه چیز دیگه تو کامپرهنسیو نوشته: 2/3 اونایی که خودکشی کردن هیچگاه اقدام قبلی نداشتند. 2/3 اونایی که خودکشی موفق داشتن هیچگاه اقدام قبلی نداشتند. با اینی که این بهترین پیشبینی کننده است، خیلی از اونایی که خودشون رو میکشن یه ضرب این کار رو میکنن، یعنی تجدیدی ندارن، قبولی خوردادن، همونجا یه ضرب خودشون رو تونستن بکشن. و باز قسمت دیگه ای که از نظر پزشکی خیلی ارزش داره: 75% خودکشی کننده ها در طی 1 ماه قبل با پزشک ملاقات داشتن. حالا به هر دلیل، گفته حالم بده، کمرم درد میکنه، دلشوره دارم، تهوع دارم، خستم، این لزومنم روانپزشک نه، پزشک به هر دلیلی. میدونی اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که اگه به پزشکا یاد بدیم مواظب مریضاشون باشن، یه سوال همیشه بپرسن: آقا ریت چک داره، سرفه میکنی؟ از زندگی که ناامید نیستی. نمیدونم این همش اسهال میری، همش لرز داری، از زندگی که ناامید نیستی. اضافه وزن داری، فشار خون داری، از زندگی که ناامید نیستی. شاید بتونی جلوش رو بگیری. 75% افرادی که خودکشی کردن در طی ماه قبل تو آمریکا پزشک رفته بودن، و چه بسا اگه اون پزشک هوشیار بود میتونست 1% از اینا رو در واقع جلوشون رو بگیره. خواهیم دید بیماری طبی ارتباط زیادی با خودکشی داره، و حتی تو اسلایدهای دیگه نشون تو خواهم داد. همین که شما یه تشخیص یه بیماری بگیری، تو اون ماه اول خیلی امکان خودکشی هست. رفتم دکتر، گفتن یه قده داری، ممکنه بدخیم باشه. یه دفعه امکان خودکشی شما 5 برابر 6 برابر میشه، و همین دلیل شاید بشه جلوش رو گرفت. خب خسته شدید نه؟ پس بیایم یک اسلاید کلی براتون بندازم. این ابر اسلایدیه که تو کامپرهنسیو هست، که جمع‌بندی عوامل خطر. ببین اصلا کاری به مکانیزم نداره، کاری به امیل دورکیم نداره، کاری به زیگموند فروید نداره، کاری به این محققین خودکشی نداره، فقط عوامل خطره. میگه اگه اینا رو دیدی امکان خودکشی بیشتره، و طبق گفته امیل دورکیم دلیلم نمیشه ها، یعنی علت نیستیم، اینا فقط عامل همبستگیه. یه ریویو سری بکنیم. بیماری های روان پزشکی: اختلالات محور 1 گفتیم چیا هست؟ افسردگی، یا بهتر بگم ببخشید بیماری خلقی، مود دیزوردر که شامل افسردگی تک قطبی و دو قطبی است،
اسکیزوفرنی، اختلال پانیک، اختلالات استرابی، بیماری های دو قطبی. اینا عامل خودکشی در اکسیس یک هستند به همراه سوء مصرف مواد، هر نوع موادی، الکل، مواد مخدر. برخلاف اینکه امیل دورکیم فکر میکرد الکل تأثیری در افزایش خودکشی نداره. محور دو، اختلالات شخصیت به خصوص مرزی و آنتی سوشال و اختلالات کنترل تکانه، اونایی که ایمپالسیف پرسونالیتی دارند، پرسونالیتی های ایمپالسیف دارند، انفجاری هستند. جنس مرد 3 برابر، سفید پوست بودن، سن بالاتر به خصوص بالای 65 سال، اقدام قبلی، سابقه خانوادگی، اونایی که تو خانوادهشون خودکشی دارن. میگم لزوما ژنتیکی نیستا، یاد گرفتن، محیط، عامل مشترک. دورکیم یادتون باشه. اونایی که هموسکشوال هست. بیماری جسمی، هر بیماری، آسم، فشار خون، دیابت، بیماری پروستات، طلاق یا اونهایی که بیوه شدند، اونایی که تنها زندگی میکنند، اونایی که اعتقادات مذهبی ندارند، یعنی به هیچ گروه مذهبی تعلق ندارند، اونایی که مشکلات مالی دارند، اونایی که اخیراً کسی رو از دست دادن یا اخیراً چیزی رو از دست دادن، بازنشسته شدن، ورشکست شدن، داداشم مرده، حتی سگ و گربم رو از دست دادم، شغلم رو از دست دادم، نمیدونم وسایل خونم رو دوز برد. اونایی که در کودکی سابقه ابیوز داشتن، سابقه سوء رفتار، حالا چه سوء رفتار جسمی، کتک زیاد خوردن، چه سوء رفتار جنسی، در دسترس بودن امکانات خودکشی، یعنی اونایی که تو خونهشون اسلحه دارن، اونایی که تو خونهشون نمیدونم وسیله مرگ دارن، و هر گونه تغییر در وضعیت. اخیراً منتقل شدیم تهران، اخیراً از اداره منتقل شدم به وزارتخونه، اخیراً از معاونت کل رفتم اداره فرمانداری، اخیراً خونمون رو عوض کردیم، اخیراً ماشینمون رو عوض کردیم، اخیراً محل کارم، جای کلینیکم عوض شده. همه اینها عوامل خطر هستن که تو کامپرهنسیو از اونها یاد شده. خب بذارید چند دقیقه هم راجع به این صحبت کنیم. یادتونه گفتم داستان اسلحه رو؟ اگه اسلحه تو دست مردم نباشه چی؟ خودشون رو کمتر میکشن، یا اینکه یه روش دیگه دارن؟ این یکی از معماهای اصلی طب و اونایی که در زمینه سویساید کار میکنند، خودکشی، سویسایدولوژیست هستند، این سوال براشون مطرحه. اگر راه‌ها یا مفرهای خودکشی مردم رو ببندیم، آیا خودکشی کمتر میشه؟ آیا اگه یه کاری کنیم که خودکشی سخت‌تر بشه، مردم به راحتی نتونن خودشونو بکشن، آیا میزان کل خودکشی کمتر میشه یا نه؟ بیاین ببینیم چی میگن. دیوید لستر که اسمش یادتون هست، یکی از خودکشی شناس‌های برجسته جهانی، کتابی داره به نام Preventing Suicide Closing the Exits. Preventing Suicide یعنی چی؟ یعنی پیشگیری از خودکشی. Closing the Exits. Exit یعنی چی؟ خروج. یعنی خروجی ها رو ببندیم، راه‌های خودکشی مردم رو ببندیم، ببینیم چی میشه. آیا میتونیم راه‌های خودکشی مردم رو ببندیم که جلوی خودکشی رو بگیریم؟ یعنی اصلا کاری به مسائل روانی و اجتماعی نداریم، فقط نتونن خودشون رو بکشن. ببینیم چی میگه. دیوید لستر در این کتاب اشاراتی میکنه و شواهدی میاره. برای اینکه شما آشنا باشید خوبه، برای اینکه هم تو صدا و سیما، رسانه، رادیو، مطبوعات ممکنه با شما مصاحبه کنن، هم که خانواده بگن آقا مثلا اگه این خونمون طبقه بالا نبود ممکن بود این نمیره. مثلا ما همش تو برج داریم زندگی میکنیم، اگه بریم مثلا خونه ویلایی بگیریم این کمتر میمیره. ببینیم چی میشه. خب یکی از خودکشی های خیلی شایع در دنیا پریدن از پله، و بعضی پل‌ها از این بابت خیلی معروفند. مثلا پل سان فرانسیسکو، گلدن گیت سان فرانسیسکو، یک پل خیلی معروف برای پریدنه و موارد خودکشیش معروفه. میگن یه چیزی حدود 1600 نفر تا حالا از این پل پریدن، این تا حالا 1600 نفر رو به کشت داده. این پل در خلیج سان فرانسیسکوه، ارتفاعی که شما از اون بالا تا پایین آب برسید 75 متره. محض اطلاع شما میگم اگه از ارتفاع 75 متری بپرید با سرعت 120 کیلومتر به زمین میرسید. 4 ثانیه طول میکشه تا برسید. پس چند تا اصل ساده.
75 متر بپری، سرعتی که میرسی زمین 120 کیلومتر، ظرف 4 ثانیه میرسی و به احتمال 95% به سطح آب میخوری، کشته میشی. من خودم راست شما قبلا فکر میکردم تو آب پریدن خطرش کمتر باشه. تو این فیلم ها هم دیدین یارو از هلیکوپتر میپره تو آب، یعنی نمیدونم از این فیلم های اکشن هالیوودی یارو از هواپیما میپره یه جور شیرجه میره تو آب زنده میمونه. نه، ضربه به آب با وجودی که اینقدر ملایمه، آب نرمه، با سرعت 120 کیلومتر به احتمال 95% مرگباره و اون 5% بقیه هم زنده نمیمونن و غرق میشن، بیهوش میشن بعد غرق میشن. یعنی اگر شما اون پایین قایق گذاشته باشی، گروه سی پی آر گذاشته باشی، 5% رو میتونی نجات بدی، در غیر این صورت 100%. و تقریبا همه اونایی که از سان فرانسیسکو پریدن مردن. تا حالا چند نفر از این پل پریدن؟ 1600 نفر. 1600 نفر از این پل پریدن و این دومین قتلگاه جهانه. تا کنون 1600 نفر از این پل پریدن و از اون ارتفاع مرگباره. اینم توزیع تعداد پریده هاست که سالهای مختلف رو نشون میده، این نوسانی داشته ولی در مجموع رو به بیشتر شدن داره میره. این تعداد اونایی که دارن از این پل میپرن و کشته میشن مرتب داره بیشتر میشه. کوچکترین قربانیش متاسفانه کودک 5 ساله بوده که اونم حالا معلوم نیست اصلا ایده ای از خودکشی داشته چی بوده. سالها قبل از پل میره خودشو میندازه پایین ببینه خودکشی یعنی چی. و اینم توزیع محلهای پریدن پل رو نشون میده، بیشتر از وسط پل میپرن. اینکه چرا همه از این ور پل میپرن در مقایسه با اون ور پل، برای اینکه پیاده روش این وره، یعنی این دلیلشه. و هر کدوم از اینها در واقع هر 10 نفر پریده است و حج رو که نگاه میکنید درصد زیادی از جاهای مختلف پل میپرند. اینقدر این داستان زیاد شد یه دفعه فکر افتادن که بیایم حفاظ بذاریم. بخشی از پل رو حفاظ گذاشتن، منتها جالبه بدونی این رو برای خودکشی نذاشتن، اینو برای این گذاشتن که مردم چیزی پرت نکنن بیفته رو سر اون آبرایی که اون پایینه. و حتی جالب بود، میگفت یکی از چیزایی که از این پل افتاده پایین، چیزای عجیب غریبی که بود، حالا مثلا طرف آشغال انداخته چی انداخته، یکیش توپ بولینگ بوده و گفتن اگه تو سر یکی میخورد میکشتش. ولی این فقط قسمت کوچیکی از پل این حفاظ رو داره، همه پل این حفاظ رو نداره. و الان یکی از بحث‌های داغ شهرداری سان فرانسیسکوه، میگه اگه بخوان کل پل رو همچین حفاظی بذارن 50 میلیون دلار هزینه داره. و البته هزینه مسئله نیست، مسئله اینه که خیلی رأی میدن که نخیر ما پلمون میخوایم قشنگ باشه، چیه مثل قفس میشه و مردم نپرن، به ما چه؟ حالا یه عده میخوان خودشون رو بکشن، ما چرا باید زندگیمون خراب بشه؟ و این پل یکی از بحث‌های اصلی داغ فرمانداری ایالت کالیفرنیا شده که آیا ورداریم کل پل رو 50 میلیون دلار بدیم از این حفاظا بزنیم که اگه کسی نپره؟ یه عده میگن که خب میرن از جای دیگه، از یه پل دیگه میپرن. حالا ببینیم اینجوری میشه یا نه. و خلاصه این پل هنوز حفاظ نداره. تنها چیزی که گذاشته اینه وسطای پل یه سری تابلو گذاشتن که اگر از این پل بپری احتمالاً مرگباره، هشدار داده. و there is hope، امید وجود داره، زنگ بزن. یه سری تلفن هاتلاین گذاشتن که اونایی که میخوان بپرن که قبلش زنگ بزن یه مشاور اون پشته که کجایی چیکار می‌کنی، همونجا وایسا الان میایم کمکت با آمبولانس و اینا میان دوماش. ولی حاضر نشدن اینجا رو حفاظ بذارن، میگن که پل خیلی ترسناک میشه، شبیه قفس میشه. و خلاصه این پل 1.5 کیلومتری تقریباً آزاده. خب اما یه عده اومدن گفتن خب بیایم پژوهش کنیم اگه پلا رو ببندیم چی میشه. این پل رو نبستن ولی یه پل دیگر رو توی کانادا بستن. داستانم این بوده، این پلی بوده به نام بلور استریت ویادوکت. بلور استریت ویادوکت، خیابون بلور، نمیدونم بلور فارسیه یا نه، ولی این تعداد خودکشی از این پل است، این آبیه. این تعداد خودکشی از سایر پل هاست. تو سال 2001 پلو میبندن که حفاظ بذارن، میان یه حفاظ کامل برای پل میذارند. این آبیه خودکشی از پل بلوره و بعد از اون ببینید دیگه هیچکی نتونسته از اون پل خودشو بکشه، یعنی میزان خودکشی از اون پل به صفر رسیده. پس حفاظ گذاشتن قطعا جلوی خودکشی رو میگیره، این قابل فهمه دیگه، وقتی سیم داره چجور میخواد از توش رد شه. ولی نکته که هست اینه که ادعا میکنن خودکشی از بقیه پل ها بالاتر رفته، یعنی اونایی که قرار بوده از این پل بپرن حالا از یکی پل ها میپرن. این یک مقاله است که در واقع چاپ شده و توی سیدیتون گذاشتم که بستن یه پل باعث شده که اون پل دیگه ازش خودکشی نشه ولی از پلای دیگه بیشتر خودکشی بشه. و نتیجه گرفته این نیست که پلا رو نباید ببندیم، نتیجهش اینه که اگه پلای جایگزین وجود داشته باشن بستن پل فایده نداره، شما باید همه سوراخ ها رو ببندی. و درست هم میگه، اگه خونه شما مثلا 10 تا در داره، شما بگین اومدیم رو در مرکزی قفل گذاشتیم، خب 9 تا در دیگه بازه، خب فرق نمی‌کنه، تو زمانی که 10 تا در رو نبندی امنیت خونه بالاتر نمیره. پس اینم داستان پل‌ها. گفتیم پل سان فرانسیسکو پل شماره 2، این پل شماره 1ه.
این تو چینه. نانجینگ یانگسه ریور بریج، نانجینگ یانگسه ریور بریج، این قطعه شماره یکه. تا حالا 1900 نفر از روش پریدن و 1900 نفر جون خودش رو از دست دادن. پس میبینی بعضی از پل‌ها اصطلاحاً میگن مگنتن، مغناطیس افراد خودکشی‌اند. پس داستان پل رو اینجوری جمع کنیم. اگر میخوای جلو خودکشی از یه روش رو بگیری، باید همه معادلاش رو ببندی، یعنی تمام پل‌ها رو باید ببندی، ولی میرن از پل‌های مشابه میپرن. اون مقاله قبلی که بلور ستریت وایادکت بود، خیابون بلور، پل بلور رو بستن، این رو نشون داده. روش دیگه خودکشی، خودکشی با گاز شهری بود. این هم خیلی روش تأسف‌آوری بود و تو اروپا خیلی شایع بود. روش هم این بود که گاز رو باز میکردن، فر رو، حتی جایی داشت که روش میتونستی بخوابی، این شیر گاز فر رو باز میکردی، سرتو میکردی اون تو و یه خودکشی ایجاد میکرد. دلیلش هم این بود، این نبود که شما با گاز خفه شدی. گاز متان خیلی مرگ‌آور نیست، باید 100% باشه تا شما رو خفه کنه. دلیلش اینه، گازهایی که تو پایتخت‌های اروپایی بود از زغال سنگ میگرفتن و قسمتی از این گاز مونوکسید کربن بود. پس افراد سرشون رو که میذاشتن تو این گاز، گازو باز میکردن، اتفاقی که میافتاد مونوکسید کربنی که آلوده است توی گازه اونا رو میکشت. و مونوکسید کربن هم میدونید مرگش خیلی جدیه. شما سرتو میذاری تو اون، باز میکنی، کم کم خوابت میگیره، سنگین میشی و بعد میمیری. و اصلا اونقدر گاز نمیومد که خونه رو منفجر کنه. و صحبت بر سر این بود که اگه مونوکسید کربن رو از توی گاز برداریم چی میشه؟ جوابش اینه که دیگه با گاز شهری نمیتونی خودکشی کنی. و امروزه با گاز شهری شما نمیتونی خودکشی کنی. اگه گاز تهران رو باز کنی، سرتو بکنی اون تو، شیرم باز کنی، برخلاف این فیلمای اون سالها که اینجوری خیلی راحت افراد رو میکشت، هیچیت نمیشه. گاز زیادی میاد، ممکنه نهایتا خونه منفجر بشه، ولی مسموم نمیشی. در صورتی که اون زمان مونوکسید کربن موجود در گاز باعث مسمومیت شد. خب پایتخت‌های جهان شروع کردن این کار رو کردن که گازاشون رو از حالت مونوکسید کربن به گاز سالم تبدیل کنن. ژاپن 1969 این کار رو کرد، هلند این کار رو کرد، ایرلند این کار رو کرد، اسکاتلند، سوئیس و آمریکا. منتها نکته‌ای که پیدا شد اینه که درسته قبل از اون میزان خودکشی با گاز شهری فرض کنید همچین رقمی بود، مثلا توی هلند قبل از اون که گاز هنوز آلوده بود 1.9 در واقع خودکشی در 100,000 بر اثر گاز شهری بود. 1975 یه دفعه این مقدار شد 18%، یعنی تقریبا 1/10 شد. پس تمام این شواهد حاکی از اینه که اگر گاز شهری رو ببندی، افراد کمتر با گاز شهری میمیرن. ولی در کنارش افزایش مشابهی دیدن در روش‌های دیگه. پس نتیجه‌ای که گرفتن اینه که گاز شهری رو اومدن سالم کردن، باعث نشد خودکشی کلن کم بشه، به روش‌های جایگزین تبدیل شد. برای همینه یه مقدار اونایی که میگن روش‌های خودکشی رو جلوشو بگیرید خودکشی کم میشه، بهش بدبینن. مثلا شما نگاه کنید تو هلند وقتی گاز رو بستن، میزان خودکشی با گاز تقریبا ناپدید شد، ولی خودکشی به روش‌های دیگه 5.5 یه دفعه شد 9.7، یعنی از این ور کم شده بود، از اون ور زیاد شده بود. البته باز دورکیم ممکنه بگه این که دلیل نمیشه، ما روندهای دیگه داریم. دیوید لستر خود شخصا معتقد اگه راه‌های خودکشی رو ببندی، مردم کمتر خودکشی خواهند کرد. منم به شما در ادامه سی دی خواهم گفت، منم به این روش اعتقاد دارم. یعنی روش‌های آسان خودکشی رو اگر بلوک کنی، میزان خودکشی در جامعه کم خواهد شد. چرا؟ با عقاید توماس جوینر آشنا خواهیم شد در انتهای این سی دی. کسی که معتقده خودکشی باید حتما اون الزاماتش رو طرف بتونه انجام بده. اون چه هست منتظر باشید، به قول خارجی‌ها استی تون، به اون قسمت هم میرسیم. حتی وقتی گاز شهری رو بستن، ببین مردم چیکار کردن. یه شلنگ میذاشتن تو اگزوز ماشین، شلنگو میآوردن اینجا، از زیر پنجره میدادن تو، پنجره میدادن بالا، ماشین رو روشن میکردن. اینم مونوکسید کربن افراد رو میکشت. حتی این باعث شد که یه سری از کارخونه‌های خودروسازی بهشون دستور داده بشه که باید جوری ماشین رو بسازی که افراد نتونن اینجوری خودشونو بکشن. یعنی مونوکسید کربن بره بالا، مثلا زنگ بزنه، موتور خاموش شه، اتفاقی بیفته، یعنی فضای داخل ماشین رو نشه با این روش ساده مسموم کرد. پس در واقع می‌بینید که نظریه‌ای که راه‌های خودکشی رو ببندیم هنوز طرفدار داره، دیوید لستر طرفش هست، و اینکه صرفاً تناب در اختیار مردمه پس خودشون رو می‌کشن، ممکنه توش حرفی وجود داشته باشه. یعنی میگن تناب مفت گیر آورد خودشو خلق آویز کرد، ممکنه تا حدی درست باشه.
اینا یه ذره محض اطلاعات عمومیتون گفتم، چون هنوز به صورت جدی بخصوص در کشور ما هم شاید خیلی مطرح نباشه. البته یه عده میگن، مثلا میگن یه قرص برنج ندیم دست مردم، خیلی از سما رو ندن، به عطاریا بسپرن، به داروخانه ها بسپرن، داروهای مرگبار رو به آدما ندن، اسکرین بزنن، شاید خودکشی کم بشه. من به شخصه طرفدار این نظریه هستم. چرا؟ با نظریات توماس جوینر آشنا خواهیم شد. ولی دیوید لستر متاسفانه تو کتابش نتونست این رو خیلی دقیق ثابت کنه که حذف کردن پل‌ها، حذف کردن گاز شهری، حذف کردن اینها باعث کم شدن خودکشی بشه. البته متدولوژی به نظر میاد ایراد داره. البته این یه بحث خیلی سیاسی هم میشه ها. چون گفتیم در آمریکا 60% خودکشی‌ها اسلحه است. و یه عده دارن فشار میارن که قانون منع اسلحه بذارید. همین بحث که الان اوباما میبینی خیلی درگیرشه، که اگه اسلحه تو دست و بال مردم نباشه اینقدر کشته نمیشن. من به شخص این رو قبول دارم. حالا چی هست؟ ادامه خواهم گفت. خب تا اینجا با مباحث بنیادی تر آشنا شدید. در ذهن خودکشی کنندگان چه میگذرد؟ اجازه بدید یه توقف داشته باشیم، یه مقدار استراحت کنیم، ادامه این رو خواهیم.